شنوندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و در روز شنبه 29 ماه سپتامبر 2012 که برابر است با 8 مهر ماه 1391 برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. بی تردید در هفته‌ای که گذشت شما نیز اگر علاقمند بودین، در هر کجای جهان که بودین، چشم بر صفحه‌های تلویزیون دوخته بودین تا ببینید دست کم سه نفر چه میگویند: آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. این مثلث سرنوشت آینده سرزمینی را که 70 میلیون نفر در اون زندگی میکنند میتواند رقم بزند. در مورد سخنرانی‌ها و آنچه مطرح شد و اینکه تا چه اندازه سیاست‌گذاری‌های جهان توانست واکنشی در درون سخنرانی‌های برای خودش بیابه، برای برنامه ساعت 11 تا 12 بخش دوم برنامه که دو بخش آخر برنامه خواهد بود خواهم گذاشت و گفتگو خواهم کرد با دکتر کاظم علمداری. ولی امروز یک جابجایی در برنامه داریم، به این ترتیب بخش اول رو که همواره بخش نهایی برنامه ماست و در مورد یک کتاب و یک شخصیت گفتگو می‌کنیم و یک موضوع، امروز به آغاز برنامه آوردیم. البته بی سبب هم نیست و سبب اون رو بیشتر آگاه خواهیم بود. اجازه بدید که برای اینکه با علت این گفتگو آشنا بشیم برویم و یک ویدیو کلیپ کوچک رو ببینیم، شاید بازگو کننده تمامی مسئله‌ای که امروز گفتگو خواهیم کرد خواهد بود. ز شمع مرده یادار، در رسای میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل. سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری، و از نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری، بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری، یزدان کمال شد پدیدار وهرین زشت خوه ساری. یادار ز شمع مرده یادار، ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چو شد تو را خواب، دل پر ز شعف لب از شکرخند محسود عدو به کام اصحاب، رفتی بر یار و خیش و پیوند آزادتر از نسیم و مهتاب، زانکو همه شام با تو یک چند در آرزوی وصال احباب، اختر به سحر شمرده یادار. چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مستمند مسکین، و سنبل و سوری و سپرغم آفاق نگار خانی چین، گل سرخ و برخ عرق ز شبنم تو داده ز کف زمام تمکین، زن نوگل پیش رس که در غم ناداده به نار شوق تسکین، از سردی دی فسرده یادار. ای همره تیه پور عمران، بگذشت چو این سنین معدود، وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خیش مشهود، و از مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم انبر و عود، زان کو به گناه قوم نادان در حسرت روی عرض موعود بر بادی جان سپرده یادار.
چون گشت ز نو زمان آباد ای کودک دوری طلایی، و از طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا خدایی. نه رسم ارم نه اسم شداد گل بست زبان جاش خایی، زان کس که ز نوک تیغ جلاد مأخوذ به جرم حق ستایی، تسنیم وصال خورده یادآ. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، بار دیگر درود بر شما. بی تردید با دیدن این ویدیو کلیپ دریافتید که در مورد چه مسئله‌ای دست کم می‌خوایم صحبت کنیم، ولی گمان زنی هاتون متفاوته. با توجه به شنیدن صدای زنده یاد ایرج گرگین، تصورتون بر این است که ایرج گرگین، سپس با دیدن تصویرهای روزنامه‌نگاران از گذشته تا امروز، روزنامه‌نگارانی که درگذشتن و روزنامه‌نگارانی که امروز در زندان و بند هستند، دریافتین که موضوع روزنامه‌نگاری است. به هر روی پیوندی است از هر دوی اینها. به سبب انتشار کتاب امید و آزادی که در مورد کارهایی است که آقای گرگین در طول دوران روزنامه‌نگاری خودشون، وقتی روزنامه‌نگاری میگویم روزنامه‌نگاری به مفهوم گستردش، روزنامه‌نگاری نوشتاری، روزنامه‌نگاری رادیویی و روزنامه‌نگاری تلویزیونی، و این روزها بیفزاییم بر آن روزنامه‌نگاری اینترنتی رو، اینها تمام ابزارهای روزنامه‌نگاری است. مهمانی در برنامه دارم که شاید کوشش بسیاری اگر بخواهد خودش بپذیرد و فروتنی نکند و بگوید نه من کاری نکردم، برای این کتاب انجام داده، خانم دکتر ماندانا زندیان، که به ایشون درود میگم. خانم خیلی سپاسگزار که پذیرفتین که در تلویزیون باشین و در مورد این کتاب صحبت کنیم. خواهش میکنم. و بر روی خط تلفن ما آقای اسماعیل میرفخرایی که الان شب هنگام است و دیر وقت است و باید در استرالیا خوابیده باشن، بر روی خط تلفن به ایشون هم درود میفرستم. درود بر شما جناب میرفخرایی عزیز. سلام آقای گوهرزاد، همیشه آقای گرگین ما رو تا دیر وقت بیدار نگه داشت، حالا شما اون نقش رو به عهده گرفتید. خب اقلا اگر من از ایشون یک شانس داشته باشم، هر دومون اول نام خانوادگیمون با گ شروع میشه، به این ترتیب یه مقداری به این قضیه عادت کردیم. منم از شاگردان مکتب ایشون هستم، به این ترتیب راه درازی. سپاسگزارم از پذیرش دعوت. بحث روزنامه‌نگاری و کتاب آقای گرگین به بهانه این کار میره رو سر روزنامه‌نگاری. اگر اول از خانم زندیان آغاز کنیم، من تقاضا میکنم که ما رو به یک آشنایی با این کتاب ببرن تا سپس بریم به سوی آقای میرفخرایی و از ایشون پرسش داشته باشیم. حتما. منم اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت آموزگارم آقای میرفخرایی. خیلی خیلی خوشحالم و سربلندم که در حضور صدای ارجمند شما من هم اینجا نشستم. آقای میرفخرایی، بنده هم همینطور خوشوقتم صداتون رو میشنوم، هرچند که با نوشته هاتون و کاراتون آشنایی دارم. خواهش میکنم. من خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم، آقای ایرج گرگین در پیش گفتار امید و آزادی خودشون کتاب رو اینطور تعریف میکنند که امید و آزادی تلاشی است برای اینکه بخشی از دانسته ها و تجربه های کسی که نیم قرن گفته و نوشته در مجموعه گردآوری بشه. این بخشی از این تلاش که بارها و بارها بازخوانی شده، بازنویسی شده و با یک دقت نظر و حساسیت و باریک بینی بسیار ویژه‌ای کنار هم قرار گرفته،
به نظر من در واقع پاکنویس زندگی حرفه‌ای ایرج گرگینه، یعنی پاکنویس نیم قرن تلاش روزنامه نگاری به معنای فراگیر این واژه، یعنی روزنامه نگاری کار رسانه‌ای نوشتاری، شنیداری و دیداری. کتاب پیشگفتار نویسنده رو داره و همچنین 4 فصل که کمی به زندگی نامه ایشون میپردازه، بیشتر بر رادیو و تلویزیون در ایران تاکید داره. یک گزیده ای از گفتارهای رادیویی، مقاله ها و سخنرانی های ایشون رو در فصلی در بر داره و در فصل آخر مجموعه است از گفتگوهایی که آقای ایرج گرگین با چهره های فرهنگی، هنری و سیاسی ایرانی یا غیر ایرانی حتی داشتن. همچنین کتاب یک سال شماری از زندگی آقای گرگین ارائه میده. نمایه نام ها برای کتاب تهیه شده، همون ایندکس به اصطلاح، که به هم زبان فارسی و هم زبان انگلیسی است، برای اینکه دوستان بتونن اگر میخوان اسامی رو از طریق گوگل پیدا کنن راحت بتونن به این کار دسترسی داشته باشن. 32 صفحه عکس داره کتاب که به نظر من تمام عکس ها نایابه، یا از آرشیو شخصی افراد گرفته شده یا از مجلات و روزنامه های دهه ها پیش. و همچنین نقاشی بسیار ارزنده آقای حسام ابریشمی رو کتاب داره که به نوعی آذین فرهنگ این اثر هست. خب اگر بخوایم برویم سراغ مسئله روزنامه نگاری و اون چه که آقای ایرج گرگین به عرصه روزنامه نگاری ایرانیان، چون وقتی نگوییم ایران، چون بخش زیادی از این حرکت و کار و کوشش ایشون در برون مرز هم بوده و گستره کارشون در برون مرز شکل دیگه‌ای برای خودش پیدا کرده، نگاه بکنیم، به باور من آقای گرگین در زمان خودشون خیلی فراتر از زمان حرکت کردن در جامعه ایران و در اصل یک نوع این واژه آوانگارد رو که همیشه ازش بهره میگیرن ایشون انجام دادن. ولی این فقط ممکن است گفتار من باشد و یا نظر من باشد. من میخوام بدونم که آقای میرفخرایی که از نزدیک با ایشون کار کردن، اگر بخوان در مورد آقای گرگین و اون چیزی که بر جامعه روزنامه نگاری، چه دیداری، چه شیداری، چه نوشتاری اضافه کردن و ما رو در اون زمینه راه بردن، بیافزاییم چه خواهد بود؟ آقای گوهرزاد، واقعا من هم برداشتم همینه و امروز داشتم یک بار دیگه به سرعت کتاب آقای گرگین رو در یک جایی دوردست در استرالیا در کنار یک رودخانه در یک خانه قدیمی مرور میکردم. این کتاب اولا بگم به شما باعث شناخت بیشتر بنده، با اینکه بخش عمده از زندگیم در کنار آقای گرگین بودن، با خصوصیات ایشون شد. یک اینکه بعضی از چیزها رو خب طبیعتاً ایشون نمیگفتن به ما و این کتاب داره میگه، یعنی راجع به خاطراتشون و بعضی از مصاحبه ها و اینها. و در مورد سوال شما تا از دست نرفته حافظم بگم که ببینید، برای من آقای گرگین مترادف هست اسمشون با رادیو، و رادیو هم مترادف هست با یک رسانه فرهنگی. البته تلویزیونی ها از این بابت از من دلخور نشن، ولی رادیو چون به فرهنگ مکتوب نزدیکتر، خود شما هم که تو این کار هستید میدونید، بیشتر انسان رو میبره به لابلای در حقیقت نوشتارها، همچنان که این کتاب آقای گرگین در بخشی که خانم دکتر زندیان هم اشاره کردن در مصاحبه ها علل خصوص، ما رو میبره با یک دقت روزنامه نگاری به شناخت مجددی از هدایت، شاملو، فروغ فرخزاد که میدونید مال خیلی قدیمه و حتی با آقای علیزاده و عده دیگر. به عبارت ساده تر این نگاه ژورنالیستی آقای گرگین بوده است که توانسته دقیقا شخصیت های این نویسندگان بزرگ رو از جمله صحبت های با نادرپور، همچنین با بیژن مفیدین ها، نگاه ژورنالیستی بی‌طرف آقای گرگین بوده که ما رو با این اشخاص بیشتر آشنا میکنه. و قسمت اول کتاب هم خدمتتون عرض بکنم که چون تاریخچه است برای رادیو تلویزیون، من به همه دانشجویان رادیو تلویزیون توصیه میکنم که این قسمت اول رو هم در نظر داشته باشن، یعنی این کتاب برای همه در حقیقت در رشته‌های مختلف مناسب خواهد بود. اما در مورد آقای گرگین بگم، ببینید آقای گوهرزاد، من سریع به شما بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی هر در حقیقت برنامه ساز رادیو تلویزیونی
دارای 3 تا مشخص است. یکی خوب فکر بکنه، خوب بنویسه و خوب بیان کنه. آقای گرگین این 3 تا رو داشت و ضمن این که آقای گرگین چنان که در این کتاب هم آمده، حالا وصف شخصی آقای گرگین نیست، وصف نگاه آقای گرگین و زمانی است که گرگین ها رو درست کرده. آقای گرگین یک آینده نگری داشتن و خیلی از چیزها رو پیش بینی میکردن. مثلا بعد از انقلاب که خب سالهایی در ایران بودم، من باشون صحبت میکردم، دقیقا به من میگفتند که وضعیت ایران چجور خواهد شد. باور کن اینا تحقیقاتی نیست، یعنی میگفتن وقتی فعالیت های اجتماعی در ظاهر در حقیقت به درون بگرود، ایران میشود مثل اون موقع میگفتن تقریبا رفتارهایی مثل عربستان سعودی. و بعد ما دیدیم اینا انجام شد. یک چیزهای دقیقی که در مدیریت ایشون بود، چون ایشون همچون که من در کتاب گفتم، با خانم زندیان صحبت کردم، در پینوشت کتاب هم آمده، آقای گرگین یک مدیر هنری بودش که میتونست ما رو جمع و جور بکنه و در حقیقت ایده های جدید بیاره. و حتی در زمانی که اینترنت آمده بود، آقای گرگین به من میگفتند که برو یاد بگیر و بیشتر این کارها رو بکن. و حتی یه چیز دیگه هم بگم آقای گوهرزاد که خیلی برام جالب بود، چون من تلفنی هم با ایشان تماس داشتم، میگفت شما حتی در رادیو تلویزیون ایران هم در شرایط الان اگر فرصتی داده می شود و اگر اون خط دقیق ژورنالیستی می توانید حرکت کنید، بکنید. که ما همچون تو برنامه های علمی بودیم، همچنان به سختی توانستیم در یک خط باریک عمل کنیم. ولی خب به هر حال مثل کار بندبازی، از یه جای دیگه باید مواظب باشی که به یک طرف نیفتی و کار اصطلاح بی‌طرف ژورنالیستی حتی در مسائل علمی یه وقت مورد تعرض قرار نگیره. حالا آقای گرگین به نظر من باید با این دید بهشون نگاه کرد. یک، اینکه ایشون فقط یک گوینده ساده نبودن. مشکلی که تو پرانتز بگم، بسیاری از گویندگان دارند که تصور می‌شود اینها فقط شخصیت‌های ظاهری هستند. آقای گرگین به هیچ وجه دلشون نمی‌خواد که در صحنه ها حاضر باشن. و حتی این کاری هم که ماندانا خانم کردن برای من تعجب آوره، چون هیچ وقت آقای گرگین هیچ چیزی از خودشون به جا نمیذاشتن. و این رو محبت هایی بوده که با ایشون بوده و آقای گرگین رو اینطوری نقاطشون رو جمع‌آوری کردن. و من تعجب میکنم، گاهی وقت تعجب هم چجوری تونسته خانم دکتر زندیان اینها رو در بیاره از ایشون و جمع‌آوری کنه. چون ما رسانه‌ای ها میدونید گوهرزاد که معمولا حرفا و کلاممون به صورت امواج میره و در آسمان از بین میره یا حالا در یه جایی ضبط میشه. اما اینطور که بیارن رو نوشتار بسیار عجیب است و برای من بسیار جالب بود. و همینطور که دارم میخونم و بیشترم باید با دقت بخونم، این توصیه در ذهن من شکل میگیره که استدعا میکنم باور بفرمایید که اگر دانشجویان رسانه، ازشون استدعا میکنم این کتاب رو بخونن، یک مدلی از ژورنالیسم ما قبل از این رسانه های امروزی، منظورم اینترنت و اینا، به دست میارن. رابطی بین نوشتار که آقای گرگین درش وارد بود و گفتار پیدا میکنن و در حقیقت شناخت بهتری از رسانه پیدا میکنن. و همگان هم اگر به این کتاب توجه بکنن میفهمند که شخصیت گرگین یک شخصیت متعادل بود. حالا به زبان دکتری خانم دکتر زندیان بگم، مثل که همه که هورمون هایشون در توازن هیپوفیزی خاص حرکت میکرد، به طوری که افراد درش نمیبینی. و این مشخصه یک ژورنالیست است و تمام ژورنالیست های آینده باید با این مشخصه برن جلو. یک دفعه حرارتی نشند و شوری آنها را بگیرد که فراموش کنند که اینها در حقیقت شاخص جامعه هستند، نباید به طرفی بغلطند. بله، زیادی حرف زدم. نه شما خیلی هم خوب هستید. ولی اون چه که شما میفرمایید این است که آقای منم خود کتاب وقتی نگاه میکردم دریافتم که آقای گرگین چون یک شخص بسیار کمالگرا و یا پرفکشنیست بودن، اون چه که گفتن و اون چه که نوشتن رو در اصل کناری گذاشتن و منتشر نکردن، در حالی که اگر منتشر میکردن بالاترین رقم مقاله رو به خودش اختصاص میده به عنوان کسی که کار نوشتاری و تلویزیونی و همه هم در ضمن انجام داده. ولی من در مورد آقای گرگین افزون بر آوانگارد بودنشون یک جمله کلمه رو اضافه کنم، یا شاید دو کلمه که با هم دیگه یک نیمچه عبارت رو میسازه. ایشون دارای واژگان فاخر بودن. این که شما فرمودید خوب فکر کند، خوب بنویسد و خوب بیان کند، که این ویژگی رو گفتی،
ایشون در اون سه ویژگی دارای یک واژگان فاخر بودن و کسانی که موسیقی کلام رو میشناسن و واژه رو میشناسن میدونن که بیهوده نیست که کسی واژه‌ای رو به کار میگیرد و بیهوده نیست که کسی واژه‌ای رو کنار میگذارد. اجازه بدین که بله من برای اینکه خانم ماندن زندیان رو اینجا داریم از ایشون بپرسم که در کتاب آقای گرگین در مورد روزنامه‌نگاری چه گفتن. من ترجمه میدونم یه پاراگرافی دارن در این زمینه. همین خواهش میکنم. من اجازه بدید که از این عبارات خودشون رو بخونم برای اینکه زیباتر از این نمیشه بیان کرد. آقای ایرج گرگین در فصل امید و آزادی همین کتاب که در واقع گزیده از گفتارهای رادیویی و مقالات و سخنرانی هاشون هست گفتند یک روزنامه نگار لزوماً نه یک جنگجو و نه یک چریک است. روزنامه نگار کسی است که می کوشد با نوشتن و گفتن در رساندن پیام و ایجاد ارتباط فرضیات و یا حقیقتهایی را مطرح سازد و روشنگری کند، به ایجاد تحول کمک نماید و در نهایت اگر بتواند نظری را به اثبات برساند. این روش مبارزه یک روزنامه نگار است. خب می رویم سراغ آقای میرفخرایی و پرسش خودم رو مطرح می کنم. شما که با آقای گرگین کار کردین، ایشون تا چه اندازه در زمینه سانسور و یا ایستادگی در برابر سانسور برای کارمندان و همکاران خودش گام برداشت؟ چون در زمان گذشته و حال همیشه در حکومت‌ها یک خط سانسور وجود داره و یا خط قرمز. بسیاری از مدیران می توانستن یاری بدن که همکارانشون از اون خط قرمز معنای بهتری پیدا کنن، یعنی اون رو دور بزنن حتی و پیشتر برن، یا حتی از همکارانشون به گونه‌ای محافظت کنن که اون خط قرمز خیلی فشار بر گردشون نیاره. شما در مورد آقای گرگین و سانسور چه نظری دارین؟ ایشون تا چه اندازه در این زمینه یاری کردن که سانسور نشه؟ بله 100% همین بخش آخری که می‌فرمایید. ببینید یک چیزهای اجتناب ناپذیره. ببینید شما وقتی در یک سیستم اقتدارگرا کار میکنید و ابزار و وسایل رسانه رو سیستم اقتدارگرا، منظورم بعد زمان شاه ایران هست، بله، در اختیار ما میگذاشتن، شما هیچ راهی ندارید. چرا؟ چون نه رادیو تلویزیون خصوصی هست نه تریبون دیگر. اگر انتخاب میکنید که در رادیو تلویزیون کار کنید باید اون شرایط رو بپذیرید. آقای گرگین این شرایط رو پذیرفته بودن، ولی واقعا اینو به شما عرض بکنم، برای ما که دور و بر ایشون بودیم و مدیران نزدیک یا برنامه سازان نزدیک به ایشون بودیم، من به خاطر ندارم، واقعا این رو میگم به خاطر ندارم، شاید در پرانتز من چون برنامه های علمی میساختم، که آقای گرگین مثلا موردی رو به من تذکر داده باشن در مورد برنامه سازی ها. اما با فضای عمومی کار که آشنایی داشتم، خب با فریدون اینها تو خبر هم بودیم و اطلاع داشتیم، میدونستیم که آقای گرگین در حقیقت بدون این که نقش خدای نکرده برانداز به قول امروزی ها در سیستم داشته باشن، به هیچ وجه هم غیر منطقی حرفی رو نمی زدن یا یه چیزی رو در حقیقت جلوشون نمی گرفتن. ولی به هر حال شما آقای گرزاد خودتونم اون سالها بالاخره در سیستم بودید، وقتی شما یک سیستم در حقیقت مرکزی دارید که اتفاقا با کنترل های لازم، نه از نظر سیاسی حتی از نظر فرهنگی، ببینید وقتی یه کمی امروز روز رها میکنن چه اتفاقاتی رو رسانه ها داره میفته، همونجا هم شما شاهدید دیگه. آقای گرگین همیشه بدون اینکه مستقیما بخوان چیزی رو باز دارن، مثلا اگر دوستی، حالا من میگم تو خبر و برنامه‌های سیاسی نبودم، دوستی تون میرفت، ایشون تندردی رو در حقیقت از راه تکنیکی به ایشان میگفتند، یعنی به عبارت ساده تر همین متدولوژی که الان تو خیلی از رسانه‌های مترقی خارج هم رسم هست، یعنی شما یک کسی رو که مسئول خبر میگذارید، اون شخص به کم و کیف رسانه ای آشنایی داره دیگه، احتیاجی نیست که او رو در حقیقت وادار کنید بگه یا نگه. اما در مورد شبکه دوم که آقای گرگین کار میکردن، اصولا این در حقیقت محافظه کاری های رسانه ای کمتر بود و حتی چندین مورد من خاطرم هست که ما در حقیقت باید مورد در حقیقت نصیحت بعضی از مقامات خارج از رادیو تلویزیون از ساواک و اینور اونور قرار بگیریم، آقای گرگین ما رو فراری میدادن. به این معنا
که خودشون تعامل میکردن، بعد مانند یک کمک فنری سعی میکردن مصالح رو در نظر بگیرن، ولی هیچ وقت من به خاطر ندارم که آقای گرگین رول یک آدم شمشیر به دست سانسورچی رو داشته باشد. سعی میکردن که با ما صحبت کنن و همطور خودشون بودن. باور بفرمایید آقای بازار، من این رو از نزدیک شدم در مسیر جریانات انقلابم. آقای گرگی خواستن تا حد ممکن بیطرفی خودشون رو حفظ کنن، نه برای اینکه بیفتن به یک طرف یا یک طرف دیگه، برای اینکه منطق رو میخواستن رعایت کنن. حتی وقتی بچه های تلویزیون هم حالا که گذشت دیگه باید بگیم دست از کار کشیده بودن و اعتصاب کردن، آقای گرگی یه نامه دست من دادم و گفتن که ما حاضریم همکاری بکنیم، نه اینکه با نظامی که قراره بیاد، به صورت فرهنگی در چارچوب رادیو تلویزیون. ببینید من اینو میخوام تأکید بکنم، ممکنه یک اتوبوسی مثلا به یک جاده منحرفی بره، یا منحرف هم نه، یک کمی متفاوت باشه، به یه رفرم احتیاج داشته باشه. در اون موقع یک مدیر رسانه‌ای نباید اتوبوس رو اوراق کنه و بگه حالا نمیخواد به جایی برید، در حالی که بسیاری از کسانی که بعد از ما آمدن سر این سیستم، این سیستم رو اوراق کردن. آقای گرگین برای اینکه این سیستم رو نگه داره، برای اینکه حرفایی بزنه که در نظام اقتداری اون موقع غیر ممکن بود، راههایی پیدا کرده بود، نه برای اینکه سر خودش رو کلا بذاره، نه برای اینکه سر ما رو کلا بذاره، برای اینکه مصلحت اندیشی بکنه. خب معلومه اون موقع شما در اون موقع در خبر مستقیم نمیتونستی از قذافی تعریف کنی، خب لزومی هم نداشت شاید، اما هیچ وقت من اینو به شما عرض بکنم، لااقل در مورد کار من هیچ وقت گرگی نقش سانسورچی که نداشت هیچ، گاهی وقتا اصلا تشویق هم میکرد، چون من روزی 3-4 ساعت برنامه زنده رادیویی داشتم، اصلا گاهی وقتا میگفت تو مثلا این تیکرم تونتر نرفتی، مثلا فرانک سیناترا آمده بود تهران، من و آقای نوری‌زاده نشسته بودیم تو استودیو و هر چی دلمون میخواست گفتیم راجبه هم نوری‌زاده هم که ضد امپریالیستا بود اون موقع. شما در مورد بادیگارد آقای فرانک سیناترا هم چیزی گفتین؟ در مورد بادیگارد آقای فرانک سیناترا هم چیزی گفتین؟ نه، من شوخی میکردیم، من متعددم بیام بیرون مثلا یک کسی من رو دعوا کنه، آقای گرگین گفت خیلی جالب بود که این مسائل گفتیم. میدونی چی میگم؟ یعنی شما خودتون رو بزنید جای آدمی که در سیستم به هر حال تهرانی ایران داره زندگی میکنه، رسانه دیگری هم نیست، مگر اینکه شخص بگه آقا من میرم یه گوشه کاری نمیکنم. کاملا درست. حالا باید متوجه باشیم همین سیاست هم در رادیو امید اومد بکنه که خب دیدیم که چه شورشایی بر علیهش شد. بله، خب من اتفاقا نکته مثبتی که در مورد آقای گرگین وجود داره این هستش که ایشون به سبب همین که نقش بسیار خوبی در بیان آگاهی رسانی و آزادی کلام داشتن، مورد علاقه نویسندگان، هنرمندان و همه روشنفکران بوده. یعنی در اصل ایشون همون دور زدن معروف رو دور زده بودن، یعنی به گونه اون نظام رو یا هر نظام دیگری فرق نمیکنه که علاقمند هست که حصارهای سانسوری داره، ایشون به راحتی دور زده بودن، از پنجره هایی وارد شدن که پنجره آگاهی رو به مردم میده. خانم دکتر زندیار شما بله همینطوره. و اصلا میخوام این عرض بکنم، ببین الان آقای وزاد با فضای امروزی که در رادیو تلویزیون میبینید، تازه میفهمید که چقدر سخت در یک رادیو تلویزیون انحصاری شما بتوانید مثلا برنامه شب شعری بذارید که گرگین گذاشته بود شب شاعر، یا برنامه های از شعرهایی که مثلا چندی قبلش در زندان بودن. بله، خب اینا خیلی برای من جالب. بله، خانم زندیار شما در این زمینه نظر خاصی؟ من البته در ادامه صحبت های آقای میرفخرایی، من هم فقط اینو اضافه میکنم که آقای گرگین باور داشتن، یعنی همیشه این باور رو سعی می‌کردن حداقل به نسل من که شاگردانشون بودیم منتقل کنند که ما به هر حال یک توانایی‌هایی داریم و یک خواست‌هایی داریم و در برابر ما یک شرایطی وجود داره. آقای گرگین معتقد بودن که برکشیدن بهترین ممکن از شرایط موجود کاری است که ما میتونیم انجام بدیم و وظیفه است که ما داریم. همونطور که آقای میرفخرایی توضیح میدن، خب من تجربه شخصی اون دوران رو طبیعتاً ندارم، ولی اینجا رو میدیدم که با تمام محدودیت‌های مختلفی که وجود داره در محیط، حالا از شرایط سیاسی و اجتماعی گرفته تا امکانات مالی تا
تکنولوژی و هر گونه محدودیتی که شما فکر کنید اسمش رو بذاریم، آنچه روزگار در برابر ما داره، در این هماوردی که بین آقای گرگین و اون روزگار مقابل بود، تلاش ایشون این بود که بهترین ممکن رو برکشن. حالا این بهترین ممکن شاید ایدئال نبود و شاید هرگز ایدئال ممکن نباشه، ولی میبینیم الان که برمیگردیم به 50 سال فعالیت حرفه‌ایشون نگاه میکنیم، حتی در حیطه فرهنگ، در زمانی که مثلا شعر غیر کلاسیک ایران اصلا شاید نوعی تابو حساب میشده، آقای گرگین در رادیو برنامه به نام صدای شاعر رو آغاز میکنن که در این برنامه نه فقط شاعر بیاد شعرش رو بخونه، ایده و ذهنیت شعر مدرن ایران طوری به جامعه ارائه میشه که من فکر میکنم این حرکتی است که شاید بیشتر از هر فرد شاعری که داشته به اون سبک مینوشته باعث شناساندن و رساندن اون چیزی که شعر امروز ایران هست مثلا به من شده که نسل بعد از اون شاعران هستم. بله، اجازه میفخره چون ما به پایان این بخشمون میرسیم، پیش از اینکه از شما خداحافظی بکنیم دوست دارم برای به قول این قدیمی ها جمع‌بندی اون چه که در مورد کار آقای گرگین میتونین شما اشاره کنین که در اصل واقعا امید است و آزادی، اگر بخوایم در دو واژه در کنار هم بیاریم امید است و آزادی، شما چه واژه‌ای رو میتونیم به این اضافه کنیم یا چه سرفصلی رو به کاری که آقای گرگین در 50 سال کار روزنامه نگاری در مجموع انجام دادن؟ بله، من کوچکتر از اینم نمیخوام باز تعارفو کوچکتر از اینم که اصلا بتونم یک همچین مسیری رو برم، ولی ما هم به دنبال آقای گرگین این تلاش رو کردیم و خواهیم کرد. منتها چیزی که من میتونم بگم، چون خودم در حقیقت این تجربه رو داشتم، باید مواظب باشیم اونایی که تو کار ژورنالیستیک هستن مواظب باشن که به هیچ وجه این در حقیقت خط خیلی بسیار باریک دقیق ژورنالیسم رو که آگاهی دادن همونطور که آقای گرگین هم تو کتابش رو نوشتن، این رو از دست ندن و به خاطر مسائل مادی یا مسائل نمیدونم خاص اون حالت به قول امروزی ها اوبجکتیویتی و عینیت رو از دست ندن. چیزیست که من توصیه میکنم حتی بچه های عزیز الان که از رسانه های اینترنتی استفاده میکنن، این اوبجکتیو بودن رو فراموش نکنن. و من تصور میکنم امروز روز یکی از هنرها این است که ژورنالیست مشاهدگر بدون این که بخواد عقاید خودش رو دخالت بده این کار رو ادامه بده. من چیزی که اضافه میکنم این است که در مقابل این همه وسوسه های رسانه ای از اینترنت گرفته تا رادیو تلویزیون هایی که خب تعدادش هم ماشاءالله الان زیاد شده، مثل تی وی گیم شده، در مقابل این وسوسه ها کسانی که میخوان تو کار ژورنالیسم باشن سعی بکنن مثل خانم دکتر زندیان که مثلا آدرنالین رو خونده، ببخشید چون پزشکم میگم منم، باید مسائل اجتماعی رو هم مثل اثر آدرنالین روی بدن بدونن که باید در حقیقت ابجکتیو راجبش نظر بدن. نباید فکر کنن حالا ما بیایم این رو قلیل‌تر بکنیم از آنچه که باید باشه یا بیایم رقیق‌تر کنیم. و رسیدن به این ابجکتیویتی فقط تلاش مستمر میخواد، گوش کردن و دخالت میخواد و حرف زدن و نوشتن به موقع. این تنها چیزیست که من میتونم اضافه کنم. و چیز دیگه هم که آرزو دارم، حالا نمیدونم من زیاد روحی و اینزا نیستم، امروز با گرگین همش صحبت میکردم، بتونیم ما برای کشور عزیزمون از هر جایی که هستیم منشأ اثری باشیم، برای اینکه گرگین عاشق ایران بود و همه ما عاشق ایرانیم. من از شما سپاسگزاری میکنم و از اینکه تا این موقع دیر وقت شما بیدار نشستین که حتما با ما گفتگوی تلفنی داشته باشین. خب برنامه زنده رو کاریش نمیشه کرد، باید همیشه بیدار بود. از شما سپاسگزاری میکنم و چقدر خوشحالم که صدای شما رو پس از سالها شنیدم و همراه با این برنامه صدای شما رو پس از سالها به کسانی که صدای شما رو بسیار دوست دارن و واژگانتون رو و کلامتون رو رساندید. منم متشکرم، انشالله همتون در اونجا موفق باشید. از ناشر کتاب هم تشکر. روز روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، اجازه بدیم به پیام ها بریم و پس از بازگشت با یکی از دیگر همکاران و یاران آقای گرگین گفتگو خواهیم کرد. با ما باشید. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کودک درون، کنفرانس 16 ساعته دکتر فرهنگ هلاکویی، شامل 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوسلدورف،
شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر 11 صبح تا هفته بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. استکهلم دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر 5 تا 9 بعد از ظهر، ورودی 600 کرون. لندن شنبه و یک شنبه 27 و 28 اکتبر 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، ورودی 80 پوند. گوتنبرگ دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 29 اکتبر تا اول نوامبر 5 تا 9 بعد از ظهر، ورودی 600 کرون. هامبورگ شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و کارت ورودی با شماره هر کشور تماس گرفته و یا با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 در آمریکا و یا وبسایت drholakui.com جای خود را رزرو فرمایید. AI اسپا، برنامه از راشل پوری، شخصیتی شناخته شده در جامعه آمریکایی و ایرانی که در تلویزیون‌های به نام آمریکا برنامه‌هایی را در خصوص زیباسازی چهره و بدن ارائه کرده است. نظارگر برنامه های AI اسپا هر سه شنبه 12:30 ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون اندیشه باشید. So Chrissy, you look so good. We want to compare the before and after. Okay. Look right there. And we're gonna... بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا، با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و آیلتس، اخذ جواز اوفک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. همچنین برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا و دریافت فرم ثبت نام به مجله جوانان و یا وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز 310-271-3600. سوداگری با تاریخ، پاسخی به کتاب آسیب شناسی یک شکست نوشته علی میرفتروس، پژوهشی مستند و تاریخی پیرامون دوران دکتر مصدق و نقد نادرستی ها و کینه ورزی های بیپایه کتاب آسیب شناسی یک شکست نوشته علی میرفتروس، اثر محمد امینی، فروش در کلیه کتاب فروشی های ایرانی در لس آنجلس. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و بار دیگر در برنامه پویش، اگر از همین لحظه به ما پیوستید. امید و آزادی،
بی تردید همه ما به میزان بالا، کمتر، بیشتر، همیشگی، تا زمانی، هر گونه که نامش رو بگذارید، با این دو واژه در کنار هم زندگی کردیم. خوشا به حال کسانی که من نمیدونم چقدر از ایرانی ها به اون دست پیدا میکنن یا پیدا کردن، ولی در جهان 7 میلیاردی خوشا به حالی کسانی که با امیدشون به آزادی دست پیدا کردن، ماندلا و دیگران. در هفته که گذشت، هفته سازمان ملل بود و گفتگوهای سران کشورها. بسیاری هم چشم به تلویزیون ها دوختن تا امید را برای رسیدن به آزادی در اون واژگان بیابند. در این زمینه در بخش های بعدی گفتگو خواهیم کرد، ولی امروز روند برنامه را به سبب انتشار کتاب امید و آزادی از کاری که آقای ایرج گرگین، در واقع بخشی از کاری است که ایشون در طول 50 سالشون انجام دادن، منتشر شده و وقتی به کتاب نگاه میکنیم تازه در میابیم برای کسانی که آقای گرگین رو فقط همینطور میشناختن یا حتی اونایی که از نزدیک میشناختن چقدر نمیشناسیم ایشون رو. یعنی زمانی که در مورد واژه‌ها، در مورد عبارت‌ها، در مورد مسائل جهان صحبت میکنن و در مورد هر کدوم از اونها مقاله دارن یا در مورد اون برنامه ساختن و حال در موردش نوشتن و یا گفتن و یا اجرا کردن، از مجموعه کاری آگاه میشیم که این مجموعه کار نشان دهنده این است که اگر امروزی ها خیلی راحت به خودشون این واژه رو میدن که میگوین که ما نظریه پرداز هستیم، بسیاری کارهای نظریه پردازان آشنا و دیر آشنا و ناآشنا در اندازه حتی این نوشتار و مقاله هایی که در اصل اجرای یک کار روزنامه نگاری نوشتاری، دیداری و یا شنیداری بوده نیست. حاصل بسیار بزرگی است. یک بار دیگر شما یک فرد را میشناسید و مهمتر از اون یک بار دیگر یک جامعه را میشناسید. جامعه ایران در پیش از انقلاب و جامعه ایرانیان در برون مرز. همین آقای ایرج گرگین امید و آزادی رو از دست نداد و هنگامی که همین شهر خیلی نکوچک ما، ولی جامعه به نسبت کوچک نسبت به دیگر اقلیت‌ها، ایرانیان در لس آنجلس، در زمینه تنگناهایی که به وجود می‌آورند و به وجود می‌آوردند، اگر در گذشته و امروز حکومت‌ها سانسور می‌کنند، ما در شهری زندگی می‌کنیم که هر فرد می‌تواند خود به خود یک مأمور اجرای ناخواسته سانسور باشد. و این گونه بود که آقای گرگین روزگاری از زندگیشون تصمیم گرفتن که عطای این شهر رو به لقایش ببخشند و بروند و در کشوری دیگر کار کنند، ولی باز نیستن از گفتن و گشودن دریچه به سوی روشنایی، اونجور که جبران خلیل جبران میگه. میگه اگر زندگی من گشودن فقط یک دریچه به سوی روشنایی و آگاهی برای یک نفر در جهان باشد، من کار خیش را انجام دادم. و ببینید که بسیاری از این روزنامه نگاران چقدر دریچه ها و چقدر دریچه ها و بر روی چه بسیار مردم باز کردن. در کنار خانم دکتر ماندانا زندیان هستیم که در سامان بخشیدن به این کتاب با فروتنی میگوین کم کار کردن، ولی کار بسیار عظیمی است و سپاسگزار حضورشون هستم. ولی مهمان دیگری دارم در این بخش. در بخش پیشین با آقای میرفخرایی صحبت کردیم در استرالیا، ولی مهمان دیگری دارم در این بخش که از یاران و همکاران پیشین آقای گرگین بودن و به جای اینکه من ایشون رو معرفی کنم، دلم میخواد که خودشون رو معرفی کنم. خانم ها، آقایان، سلام و با سلامی دوباره. خب خانم ها، آقایان، بی تردید شناختید آقای فریدون فرهندوز. من به ایشون روز بخیر میگم و سپاس از پذیرش دعوت و اینکه این بخش از برنامه رو خود ایشون باز کردم. سلام میکنم آقای گوهرزاد، سلام میکنم به خانم دکتر ماندانا زندیان و سلام میکنم به تمامی تماشاگران تلویزیون اندیشه و برای همتون آرزوی تندرستی و دلشادی دارم و سپاسگزارم که من رو هم به میهمانی خودتون دعوت کردید. خواهش میکنم، میهمانی خودتان هست. جناب فرهندوز، بگذارید واژه رو و کلام رو بسپریم دست خانم زندیان تا یه عبارتی رو در مورد این کتاب بخونن از زبان آقای گرگین و سپس برویم و پرسش رو از شما مطرح کنیم. حتما.
سلام عرض میکنم آقای فرهندوس، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم در اینجا. ماندانا جان متقابل. امید و آزادی نام دو رادیویی است که بیشترین سالهای زندگی من در خارج از کشور صرف آنها شده است. ولی در نگاه به گذشته های دورتر از این سالها نیز میبینم که این دو نام نه تنها شاه بیت غزل زندگی من که جان زندگی همگانند، با امید زیستن و از آزادی بهره بردن. و این کتاب در حقیقت بخشی از زندگی نامه این دو نام است که به کار من آمده است و می تواند به کار دیگران هم بیاید. یادی است از من آنگونه که بودم و یادگاری برای نسل جوان ایران که اینک همه چشم به افکار و اقدامات آنها دوخته ایم. و اگر این نسل از صفحات این مجموعه هر اندازه بهره بگیرد، من پاداش نیم قرن کار خود را گرفتم. خب جناب فرهندوز، اگر برویم سر کار روزنامه نگاری به مفهوم کلی تر، چه رادیویی چه تلویزیونی چه نوشتاری، ارزیابی آزادی عمل آقای گرگین و این چیزی که ایشون عرضه کردن به همکارانشون و یا دست همکاران رو در این آزادی عمل باز میگذاشتن رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای گوهرزاد اجازه بدیم پیش از اینکه جواب سوال شما رو بدم به پیوند عجیبی اشاره بکنم که بین کسانی که با آقای گرگین سالها کار کردند و در این چند وقت هم در مورد این کتاب با هم همکاری داشتند وجود داشت. پاراگرافی که ماندانا خوند، من کتاب رو گذاشته بودم جلوم که این پاراگراف رو برای شما بخونم و وقتی او شروع کرد با این پاراگراف من واقعا حیرت زده شدم، برای اینکه فکر میکنم ماحصل کار ایرج گرگین در 50 سال زندگی حرفه‌ایش در این یک پاراگراف گنجانده شده. این پاراگراف رو باید بارها و بارها و بارها خوند و به خصوص اهل رسانه‌ها و جوانهایی که علاقمند هستند به این کار باید برند این رو بخونند و باید دریابند که این مرد چه مردی بود. حالا در جواب سوال شما، خیلی برای من واقعا جالب بود چون درست کتاب باز بود روی همین پاراگراف. در جواب سوال شما، با در گفتگویی که با اسماعیل داشتید، با اسماعیل میرفخرایی و با ماندانا، اشاره کردند هر دو به آزادی عملی که ایرج گرگین داشت و به اعتدالی که این مرد داشت. شما پرسیدید که اگه در یک واژه دیگر به جز امید و آزادی در مورد او بخوایم حرف بزنیم چه باید بگوییم. من میگویم عدالت و انصاف. ایرج گرگین آدمی بود که هیچ وقت جویای کمال مطلق نبود، میدونست که کمال مطلق دست نیافتنی است. همونطور که ماندانا گفت، خواهان بهترین مطلق بود. در کتاب میخونیم که ذکر میکنه من در پی سید مروارید در یک جوی حقیر نبودم، پاک دلانه تن به آبهای زلال جویی سپرده بودم که انتظار داشتم به دریا بریزد و سعیم آن بود که این آب را گل نکنم. و چه سعی درخشان و شکوهمندی در عرض 50 سال زندگی حرفه‌ایش این مرد، این آموزگار من، این استاد من کرد. سانسور وقتی که شما بهش اشاره کردید و به درستی اشاره کردید که گرگین در شهر لس آنجلس با نامهری ها یا بیمهری های گوهر ناشناسانی هم روبرو شد، خود او تأکید میکنه که تنها دولت ها و رژیم ها نیستن که اعمال کننده سانسورند، بلکه فرد و جامعه و حتی مدعیان مخالفت با سانسور گاه بیش از دولت ها و رژیم ها در پدید آوردن به اعمال اون سهم دارند. گوگین همیشه بر این تلاش بود که از سانسور به اون مفهوم کنترل مطلق جلوگیری بکنه، همونطور که شما گفتید دور بزنه و بهترین ممکن رو عرضه بکنه و در این کار همواره موفق بود. به تمام شاگردانش، به من، به اسماعیل میرفخرایی، به همه یاد داد که چنین بکنیم و ما چقدر خوشبخت بودیم که در سایه یک همچین مردی کارمون رو فرا گرفتیم و از او آموختیم و تا به اینجا رسیدیم. و چقدر دریغ و درده که این مرد در غربت در گوشه ویرجینیا فرسنگ تا دورتر از کشوری که عاشقان دوستش داشت جان میبازه، چشم از جهان میبنده و نمیدونم در ایران باید
استودیوهای بزرگ تلویزیون و رادیو رو به نام ایرج گرگین نامگذاری بکنن. من اگه بخوام حرف بزنم در مورد ایرج گرگین میتونم برای شما ساعت ها حرف بزنم. بذارین یک لحظه خانم ماندانا زندیان با منظری دیگر ما رو آشنا بکنه و باز من یک پرسش دارم. من در ادامه صحبت‌های آموزگار ارجمندم آقای فرهندوز فقط می‌خوام اینو بگم که نسل آقای فریدون فرهندوز و آقای اسماعیل میرفخرایی این بخت بلند رو داشتند که همکار یکدیگر و همکار آقای ایرج گرگین باشن و اندیشه آقای ایرج گرگین به طور مستقیم و تجربی بهشون منتقل بشه. نسل من با شرایطی مواجه شد که خوشبختانه توانست از پس اون بر بیاد که از بزرگانی مانند ایرج گرگین، اسماعیل میرفخرایی و فریدون فرهندوز به طور غیر مستقیم درس بگیره و به نظر من این یکی از بزرگترین دستاوردهای نسل من بود که توانست این انسانها رو پیدا کنه، بشناسه و ازشون بیاموزه. آقای ایرج گرگین آموزه هایی رو به نسل من منتقل کردن که شاید مستقیم نبوده، البته درسته در رادیو آزادی به خصوص و بعد کمی در رادیو فردا با نسل من همکاری کردن، کار کردن، مدیریت کردن و اونها شاید کمی مستقیم تر اینها رو ارائه داده باشن، ولی اون اعتدال در کار روزنامه نگاری که آقای فرهندوز بهش اشاره کردن و ازش یاد کردن یک درس بزرگی بود که ما از کار آقای ایرج گرگین یاد گرفتیم و کتاب امید و آزادی از این چشمنداز واقعا یک کتاب آکادمیکه برای نسل من که هیچ وقت این بخت همکاری مستقیم با آقای ایرج گرگین رو در یک استودیوی رادیویی یا تلویزیونی یا در دفتر یک تحریریه یک روزنامه نداشته. گفتارهای رادیویی، متنها، مقاله ها، متن سخنرانی هایی که در این کتاب گرد آمده و همچنین گفتگوهایی که ایشون تنظیم کردن و پیش بردن با چهره های سیاسی و فرهنگی به طور غیر مستقیم به من یاد میده که چگونه یک اتفاق بسیار مهم و به اصطلاح داغ رو بهش نزدیک بشم و چگونه این رو با یک آرامش خاطر و با یک اعتدالی به جامعه‌ام ارائه بدم به عنوان یک روزنامه نگار و چه نثری رو به کار ببرم که نثر مناسب مثلا گفتار رادیویی باشه یا نثر مناسب نوشتن سخنرانی باشه. بله جناب فرهندوز عزیز، شما چون در کار خبر بودین از آغاز تا پایان، از همه زمینهای خبر کار کردین، چه در درون ایران چه در برون مرز، ما در مطبوعات ایرانی به ویژه در رسانه ها، تلویزیون ها و اینا میبینیم که خبر رو هنگامی که از چند خبرگزاری بزرگ جهان میگیرند به گونه ای جا به جا میکنند، من این رو ناگزیر هم بگم در بسیاری از کارهای ایرانی، و شما سر در نمیارین که اون خبر چیست، در حالی که وقتی یک خبری رو بی بی سی نوشته اون چاشنی مخصوص بی بی سی رو داره، صدای آمریکا نوشته چاشنی مخصوص صدای آمریکا رو داره، ولی وقتی یک تلویزیون یا یک رادیو یا یک رسانه اینها رو در هم میآمیزه بدون اینکه بدانید که منبع خبر کجاست، یک چیزی در میاد که شما نمیدارید این رو در کجا نوشته شده و با چه نیتی نوشته. شما چقدر کار نگارش خبر رو و اون چیزی که در مورد مسئله خبر پیش می اومد در گذشته در هنگام دورانی که با آقای گرگین کار میکردین ایشون رو به این مسئله نزدیک میدیدین؟ آقای گرگین همواره بر این اصل، بر اصل صحت خبر، بر اصل امانت داری تاکید داشتن و بر این اصل که باید به مخاطب احترام گذاشت، توهین به مخاطب نباید کرد، مخاطب با شعورتر از اونیه که بفهمه که ما داریم بهش دروغ میگیم و به روی خودش نیاره. مخاطب منابع مختلف رو در اختیار داره و ما به عنوان یک رسانه گروهی وظیفه داریم که حداقل از دو منبع معتبر خبر رو داشته باشیم و خبر رو اونطور که هست پخش کنیم. خبر رو، تفسیر رو هر کس میتونه برای خودش بکنه، چاشنی رو هر کس میتونه برای خودش بزنه، ولی اگه مسئله خبره، خبر باید اونطوری که هست دقیق پخش بشه. من این رو همیشه از ایشون آموختم و ایشون با قاطعیت این کار رو اعمال میکردن در بخش خبر. و گرگین به دلیل اینکه شخصیت بسیار مبتکر و نوآوری بود، تمام قوالب سنتی رو در جامعه اون روز ایران، در جامعه رسانه های گروهی اون روز ایران به هم ریخت. شما در هر کاری که آقای گرگین کرده نگاه بکنید، شما برید به رادیو تهران برنامه دوم در سالهای بسیار بسیار دور ببینید، یک
برنامه رادیویی ایجاد شد، کاملا فرهنگی. بزرگترین اندیشمندان و نویسندگان و شعرا و نخبگان جامعه راه پیدا کردن به اون برنامه و شروع کردن به تولید برنامه‌هایی که هرگز قبل از اون سابقه نداشت. برید به خبر ببینید که در خبر چه کار کرد. در خبر قالب سنتی خبر خوندن رو کاملا دگرگون کرد. خبر به صورت بیطرفانه پخشش بکنی و بیطرفانه مردم رو آگاه بکنی، بلکه همواره آقای گرگین فقط و فقط به فکر آگاه سازی و فرهنگ سازی بود. من فکر میکنم زندگی او در این دو جمله، دو کلمه خلاصه میشه، آگاه سازی و فرهنگ سازی. او هدفش آگاه سازی بود و هدفش فرهنگ سازی بود و وسیله رو در اختیار داشت و بهترین شیوه ممکن رو به کار می برد تا اینکه به این دو هدف خودش دست پیدا بکنه. در خبر او همیشه همینطور بود. وقتی به تلویزیون آمد همین راه رو دنبال کرد. شما برنامه دوم تلویزیون ملی ایران، شبکه دوم تلویزیون ملی ایران رو، بعد رادیو تلویزیون ملی ایران رو که آقای رجب گرگین سرپرستیش رو بر عهده داشت، برنامه هاش رو نگاه بکنید. یکی از پیشروترین برنامه ها در تمام زمان ها. حتی امروز شما با افتخار در آمریکا میتونید برنامه هایی رو که در شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران پخش میشد امروز به تمام اهالی رسانه نشون بدید و بگید که ما با افتخار این برنامه ها رو درست میکردیم و پخش میکردیم 40 سال پیش، 30 سال پیش. و این واقعا مایه افتخاره. ایشون به مجله تماشا رفت، یکی از شکیلترین، زیباترین، فرهنگیترین و پیشروترین مجلات اون روز ایران رو بنیان گذاشت. هیچ وقت چنین مجله‌ای در ایران وجود نداشت. ایشون مجبور شد از ایران خارج بشه به رغم میلش و اومد اینجا رادیوی امید رو درست کرد، تنها رادیوی مستقل فرهنگی در اینجا. کسانی که رادیوی امید رو در لس‌آنجلس گوش کردند خوب میدونند که من چی میگم. بهترین، نخبه‌ترین، فرهیخته‌ترین انسان‌هایی که در اون زمان در لس‌آنجلس بودند، از ادیب و دانشمند و روزنامه‌نگار و شاعر و هر کس که شما بخواید نام ببرید، اومدن با این رادیو همکاری کردند و بهترین برنامه‌های ممکن رو ساختند. نمونه کوچکش رو در همین کتاب شما در گفتارهایی که خود آقای گرگین در برنامه رادیوی امید داشته می‌بینید. امید و آزادی هم همینطور، ببخشید امید ایران هم همینطور که بعد تداوم رادیوی امید بود. در اینجا فصلنامه امید منتشر شد. فصلنامه امید رو هم مقایسه بکنید با فصلنامه های دیگری که منتشر می شوند و می شدند، باز هم می بینیم که کار درخشانی بود. ایشون بعد رفت به رادیوی آزادی. رادیوی آزادی به صورت یکی از محبوب ترین رادیوهای خارج از کشور در داخل ایران در اومد، همه گوش میکردند. چرا؟ برای اینکه اون هدف آگاه سازی و فرهنگ سازی و خارج نشدن از جاده اعتدال و احترام به مخاطب و هوشمندی بی‌نظیر در ارائه برنامه در وجود ایرج گرگین نهفته بود. جز این نمیتونست کاری بکنه. بله. این انسان برجسته که امیدوارم که هر روز بیشتر قدرش دونسته بشه و امیدوارم که بچه ها، جوان ها یا خود ما از رسانه ها با خوندن این کتاب بیشتر با این شخصیت برجسته که گهگاه هم مورد بیمهری بعضی ها قرار گرفت و چه بیرحمانه، آشنا بشیم و ببینیم که چه کسی رو و چه کسانی رو از دست دادیم. مثلا یک نکته کوچک رو من اشاره بکنم. ماندانا اشاره کرد به پیوند بین ایرج گرگین یا نسل من با نسل ماندانا، و این مایه افتخار، این دستاوردیست برای نسل ما، این دستاوردیست برای ایرج گرگین و برای من که شاگرد ایرج گرگینم و برای اسماعیل میرفخرایی که شاگرد ایرج گرگین بود، که پیوند ما رو با نسل جوان ایرانی، با نسل جوان روشنندیش ایرانی مثل خانم دکتر ماندانا زندیان نتوانستند بکسلند به رغم همه تلاش هایی که در عرض 30 چند سال گذشته کردند. شما یک نمونه ایرج گرگین به من در 30 چند سال گذشته نشون بدید، فقط یک نمونه، نه بیشتر. در همه زمینه ها همینطوره. ایرج گرگین کسی بود که درها رو به روی بسیاری از هنرمندان در ایران باز کرد. بسیاری از نام‌آوران امروز ایران در هر زمینه‌ای که شما بگید، از سینما گرفته تا شعر و موسیقی، به گمان من مدیون ایرج گرگین هستند. اگر ایرج گرگین نبود، امکان این که اونها استعدادهای خودشون رو عرضه بکنن برای جامعهشون وجود نمی‌داشت. ببخشید من خیلی پر حرف. خواهشونم، نه خوب شد. تو واقعا آقای فرهندوز عزیز، شما ما رو دقیقاً بردین به پایان برنامه‌مون.
من یک جمله اضافه میکنم و خانم دکتر زندیان هم با یک جمله پایان میبره و شما خداحافظی رو در این بخش انجام بدید، برای اینکه سلام رو و آغاز رو هم شما آغاز کنید. آقای گرگین در درست شب فوت آقای خمینی نشریه‌ای رو در اینجا همکاری منتشر خواست بکنه که ادامه پیدا بکنه و این نشریه قرار بود نامش نام دیگری باشه، ولی به هر روی نام امید روش گذاشته شد. هنگامی که در اتومبیل با ایشون میرفتیم که نوشته ها رو ادیت شده شد به تایپیست بدیم و اون یکی نوشته های برگردونیم، از ایشون یک پرسش کردم آقای گرگین در این شرایط این لس آنجلس فکر میکنین که این مقاله رو در صفحه آغاز در اون بالا گذاشتن ایرادی نداره، مشکل ایجاد نمیکنه؟ گفت بیا از امروز خودسانسوری رو یک کمی بذاریم کنار، خودسانسوری نکنیم تا ما رو متوقف کنن. دریغا و شگفتا که متوقف کردن. جمله پایانی رو هم به خانم زندیان میسپاریم و سپس شما خداحافظی رو شما انجام بدید در این بحث. من باز هم جمله از کتاب میخونم. آقای رجا گرگین میگوید من همیشه معتقد بودم که وظیفه وسیله ارتباط جمعی این است که آنچه را خوب و مفید است به درست ترین و شایسته ترین شکل و شیوه به جامعه ارائه دهد و باور داشتم که توده های مردم نیاز و شایستگی دانستن، آگاه شدن و آشنا شدن با بهترین ها را دارند. خب جناب فرندوز به پایان برنامه رسیدیم. من بی نهایت سپاسگزارم از اینی که به من اجازه دادین که در این برنامه باشم. من یک کلام بگم، من 3 سال شاهد زحمتی بودم که خانم دکتر ماندانا زندیان برای این کار کشید. من روی ماه این دخترم رو میبوسم، به وجود چنین نسلی افتخار میکنم. از تمام کسانی که یک دوستانی همکارانی که در کار نشر این اثر همکاری کردند و این امکان رو فراهم آوردن که کتابی به این زیبایی، به این ارزشمندی، به این در اختیار همه قرار بگیره سپاسگزارم. از بیژن خلیلی عزیز تشکر میکنم به عنوان ناشر این کتاب و باز هم روی ماه ماندنا رو میبوسم از حسام ابریشمی و دونه دونه که نمیشه نام برد. سپاسگزارم که چنین کاری کردید، سپاسگزارم که هدیه گرانقدری برای نسل بعدی ایران به جای گذاشتید. منم از شما سپاسگزارم، منم از خانم زندیان که همواره فروتنی میکنم و میگن من کاری نکردم سپاسگزاری میکنم که این ارمغان بزرگ آقای گرگین رو به نسلی که در انتظار دیدنش هست داد. از آقای خلیلی و شرکت کتاب هم سپاسگزارم که این فرصت رو دادن که این کتاب منتشر بشه، چون بسیاری از کتاب‌ها نوشته میشه ولی اگه به دست مردم نرسه در اصل فقط در کنج صندوقخانه میمانه. روز روزگارتون خوش جناب فرهندوز. سپاسگزارم. روز همه تماشاگران شما هم بخیر. خب خانم دکتر از شما هم خداحافظی میکنم، سپاسگزارم که حضور پیدا کردین و امیدوارم که در آینده بیشتر، البته دفعه بعد با حضور آقای فرهندوز در استودیو. منم از شما سپاسگزارم. من هم از آقای بیژن خلیلی ناشر کتاب بسیار سپاسگزارم. بدون حضور ناشر با هر تلاش و هر نوشته کتابی وجود نخواهد داشت. خب بینندگان گرامی به پیام‌های بازرگانی می‌رویم و باز می‌گردیم و این بار منظری دیگر از برنامه پویش رو در مورد سخنرانی‌ها در سازمان ملل با آقای دکتر کاظم علمداری خواهیم با ما باش. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می‌کند کودک درون، کنفرانس 16 ساعته دکتر فرهنگ هلاکویی شامل 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوسلدورف، شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. استکهلم، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر 5 تا 9 بعد از ظهر ورودی 600 کرون. لندن، شنبه و یک شنبه 27 و 28 اکتبر 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورودی 80 پوند. گوتنبرگ، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 29 اکتبر تا اول نوامبر 5 تا 9 بعد از ظهر ورودی 600 کرون. هامبورگ، شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر 11 صبح تا 7 بعد از ظهر ورودی 90 یورو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و کارت ورودی با شماره هر کشور تماس گرفته و یا با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 در آمریکا و یا وبسایت drholakui.com جای خود را رزرو فرمایید.
بیژن اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و آیلتس، اخذ جواز اوپک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. همچنین برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا و دریافت فرم ثبت نام به مجله جوانان و یا وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز 310-271-3600. واریدی بین دو اقیانوس اطلس و آرام. برای سرمایه گذاری و یا مهاجرت به کشور پاناما که یکی از زیباترین، امن‌ترین و مدرن‌ترین کشورهای قاره آمریکای مرکزی است، با دفتر مرکزی جوین پاناما تماس بگیرید. با مجموعاً $300,000 سرمایه گذاری در ملک و یا سپرده بانکی می توانید اقامت پاناما را دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-394-6503 تماس بگیرید و یا به سایت www.joinpanama.com مراجعه فرمایید. گروه هنری پرواز و پرسپولیس با افتخار تقدیم می کنند. بعد از سالها انتظار و برای اولین بار تک ستاره موسیقی ایران بگوش در کلگری، کانادا. شنبه 6 اکتبر در سالن مجلل جوبلی سنتر، کلگری. در کمیوگ مرکز ایرانی کلگری، ادمنتن و PersianTix.com. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی CalgaryPersians.com مراجعه کنید و یا با تلفن های 403-614-6354 و 613-292-6181 تماس بفرمایید. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. در روز شنبه 29 سپتامبر 2012، برابر با 8 مهر ماه 1391 هستیم. در هفته‌ای که گذشت بیشترین مسائل تلویزیون‌های جهان به مسئله حضور رؤسای کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی‌های اون می‌پرداخت، ولی خوب که دریچه دوربین تلویزیون ها رو میبستی و به قول معروف فوکس میکردی، میرفتی نزدیکتر، نگاه نزدیک داشتی، شاید به نظر میرسید که در میان این همه رئیس جمهور و یا نخست وزیر از 194 کشور دنیا، به نظر میومد که فقط 5 نفر آمدن یا 6 نفر آمدن. چون تلویزیون ها خب طبیعی است که سخنرانی آقای اوباما رو روش تأکید داشتن، سخنرانی آقای احمدی نژاد براشون مطرح بود که دنبال بکنن، سخنرانی آقای نتانیاهو براشون جالب بود که ببینن که حالا این رأس سوم مثلث رو در مورد شرایط ایران و آمریکا و جهان چگونه میبینن. آدمای مثل محمد مرسی هم برای نخستین بار میامدن، میتوانستن نظر جلب کنن که حال برای بار اول یک کشور دیگر
کشوری که سالها نگاه متفاوتی داشته در مورد مسائل جهانی، حال بعد از یک انتخاباتی که برگزار شد، آقای محمد مرسی میان که به اخوان المسلمین نزدیک هستند، دیدگاه اونها رو بیان میکنن، ولی تا چه اندازه در مسائل جهانی به اون نگاه نزدیکتر خواهند شد. محمود عباس رو منتظرش بودن که گفته بود یک گام نیز فراتر خواهیم رفت، و تا چه اندازه ایشون توانست مورد مهر مطبوعات قرار بگیره و حرفش در جهان شنیده بشه. همه اینها بهانه ساز یک گفتگوست. گفتگو میکنم با آقای دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی امروز ایران. آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردین و خوشحالم که پذیرفتین دعوت رو. خیلی متشکرم از دعوت شما. سلام میکنم به بینندگان عزیز. خب اگر بخوایم برویم سراغ سخنرانی ها، بد نیست از آقای اوباما آغاز بکنیم. آقای اوباما امسال چون سال انتخاباتشون بود، بیشتر از یک سخنرانی کلی، سخنرانی رو یه مقدار انتخاباتی تر کرده بودن به نظر من، ولی در مورد مسئله ایران ایشون کوشش کردن که به راحتی روی مسئله اتمی و مسئله دست بگذارن و رو مسئله اتمی صحبت کنن و کمتر رو مسئله دیگر ایران رفتن و کمتر به اون پرداختن. می‌خواستم ببینم که نظر شما چیست، اصلا در دیدگاهتون در مورد کلی. میشه از دوستان خواهش کنم که اون یک دقیقه سخنرانی آقای اوباما رو که در مورد ایران هست پخش کنم و بعد آقای دکتر وارد گفتگو بشه. The Iranian people have a remarkable and ancient history. And many Iranians wish to enjoy peace and prosperity alongside their neighbors. But just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad. Time and again, it has failed to take the opportunity to demonstrate that its nuclear program is peaceful and to meet its obligations to the United Nations. So let me be clear, America wants to resolve this issue through diplomacy, and we believe that there is still time and space to do so. But that time is not unlimited. We respect the right of nations to access peaceful nuclear power. But one of the purposes of the United Nations is to see that we harness that power for peace. And make no mistake, a nuclear-armed Iran is not a challenge that can be contained. It would threaten the elimination of Israel, the security of Gulf nations, and the stability of the global economy. It risks triggering a nuclear arms race in the region and the unraveling of the non-proliferation treaty. That's why our coalition of countries is holding the Iranian government accountable. And that's why the United States will do what we must to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. خب خیلی واضح بود. یعنی اصلا به نظر من برای دوستانی که در ایران هستن نیازی به ترجمه نیست. دیگه اینقدر این واژگان روشن بود که به مسئله طرفداری از دیکتاتور دمشق از سوی ایران و مسئله گام گذاشتن در مسیری که بیشتر رشد تروریسم در اون منطقه هست و خشونت در اون منطقه و اینکه هشداری که در مورد اینکه وقت برای گفتگو در مورد مسئله اتمی باقی نمونده، مسئله دیپلماسی و مسئله مسابقه تسلیحاتی اشاره کردن. البته بگذاریم از مقدمه طولانی که از مردم ایران و مردم متمدن و فرهنگ دوست ایرانشون خب اشاره کردن و صحبت کردن. حالا شما در مورد این مسئله نظرتون چیست؟ حالا من از قسمت آخر صحبتهایشون رو شروع بکنم. همواره اوباما از مردم ایران و به خصوص فرهنگ و تمدن دیرینه ایران ستایش کرده و تفکیک قائل شده بین حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران، و تلاشی هم که در همین یک دقیقه که شما پخش کردید این بود که نشان بده جمهوری اسلامی حقوق مردم خودش رو هم رعایت نمی کنه، در منطقه دخالت میکنه، از دیکتاتوری مثل اسد دفاع میکنه، از تروریسم دفاع میکنه. و بدتر از همه من فکرم که سیاست خارجی جمهوری دولت اوباما در همین یک دقیقه خیلی خوب هویداست، به این معنا که جمهوری اسلامی از فرصت‌های بسیار بسیار مهمی که در سالیان گذشته، در 30 سال گذشته برایش فراهم بود استفاده نکرد، رابطهش رو با آمریکا رابطه خصمانه کرده و امروز
شک و تردید ایجاد کرده در بین محافل جهانی، به حدی که کشورهای دیگری هم دسترسی به انرژی اتمی پیدا کردن به طور طبیعی و همینطور بمب اتم به این همه سرصدا ایجاد نکردن. دلیل اینکه در مورد ایران این همه سرصدا ایجاد شده، جمهوری اسلامی دائما کشورهای دیگر رو تهدید کرده و شما میدونید که در گذشته در اوایل انقلاب اینها دنبال صدور انقلاب بودن و صدور انقلاب رو به صورت یک شورش در مکه تونستن نمایش بدن و 400 نفر از زوار ایران رو هم به کشتن دادن در آنجا. در عمل اینها تلاش کردند که آن چیزی که تکرار میکردن به عنوان صدور انقلاب اسلامی رو پیاده بکنن. حالا اگر این تهدید وجود داشته باشه که توانایی نظامی جمهوری اسلامی اینقدر هست که بتونه نمنطقه رو بترسونه، میتونه حرکات خودش رو همون صحبت‌های صدور انقلاب رو عملا هم پیاده بکنه و موقعیت خیلی از کشورهای به رسمیت شناخته شده منطقه رو به خطر بندازه، مثل اسرائیل رو. من فهم که در حال در این حال در صحبت‌های آقای اوباما روحیه آشتی جویانه و اینکه بشه مسائل رو از طریق دیپلماسی حل کرد وجود داره، یعنی پرهیز از جنگ. پرهیز از جنگ که مثلا برای ایرانی ها، مردم ایران بسیار اساسی است، چرا که میدونیم بخش دیگری در ایران در درون نیروهای نظامی خواهان این است که جنگ ایجاد بشه و آنها زور بازوانشون رو از طریق نظامی نشون بدن. برایشون مهم نیست که چقدر ایران، چقدر مردم ایران تلف بشن، برایشون مهم است که در قدرت باقی بمونن و فکر میکنن که از این کانال هم میتونن ایران رو، مردم ایران رو زیر سلطه خودشون نگه دارن و کسی نتونه در مقابل نیروهای نظامی مخالفت نشون بده تحت عنوانی که دفاع از ایران داره میکنه، دفاع از مردم داره میکنه و در این حال هم این جنگ رو به صورت یک تنش منطقی نگه داره، چیزی که در سالهای گذشته جمهوری اسلامی شدیداً بهش احتیاج داشته که یک تنش وجود داشته باشه بین ایران و غرب به ویژه آمریکا و این میتونه جنگ این تنش رو با اسرائیل به طور دائمی نگه داره و حالا میتونه ممکنه این درگیری های نظامی ابعاد محدود داشته باشه ولی طولانی داشته باشه. این ایدئال هست برای جمهوری اسلامی. بله آقای دکتر، درست، چون در سال انتخابات هستیم، آقای اوباما پرهیزش در این است که در این یک ماه هستش اتفاقی نیفته، گرچه در 4 سال گذشته هم نشون داده که اصلا علاقمند به جنگ نیست، علاقمند به بیرون کشتن نیروهاش به از عراق هست، از افغانستان هست، به جنگ جدیدی هم نمیخواد وارد شه. حالا نخواهیم وارد بحث انتخاباتی بشیم. طرف مقابل آقای رامنی میپرسه که پس چه شد. آقای نتانیاهو هم چه در پیش از آمدنشون که هشداراشون رو دادن و مصاحبه های رادیو تلویزیونی هی گفتن این خط قرمز کجاست، به ما میگین صبر کن، تا کی صبر کنیم، چرا باید صبر کنیم. و در سازمان ملل خب ایشون هم آمدن، آقای نتانیاهو، و با نشون دادن اون نقشه و تصویر نزدیک شدن به جنگ رو و فشاری که میخوان ایشون حالا در دست کم این یک ماه در دوران انتخابات بیارن که جناح جنگ طلب آمریکا بره سوی رای دادن به بخش دیگر، نه به آقای اوباما، و از اون طرف اصلا آقای اوباما رو غلط بدن به این طرف که این رو بخواد نگاه بکنه. نظر شما، میخواین نظرتون رو بگین یا میخواین باز یک دقیقه آقای نتانیاهو رو با هم نگاه بکنیم؟ البته نتانیاهو چون زبانش ترجمه انگلیسی به فارسی باید بکنیم، تصویرش رو دوستان میتونن بگذارن و اون تصویر بمب رو که نشون میده و میتونیم صحبت کنیم. بفرمایید. بله، ببین اون نمایش به نظر مضحکی که نتانیاهو در سازمان ملل به وجود آورد، حتی خیلی از آمریکایی‌ها مسخره کردند و این تصویری است که نشان بده جمهوری اسلامی به لبه دستیابی به بمب اتم و حمله به اسرائیل رسیده و این کل ماجرا نیست و واقعیت هم نشان نمیده. من خبر دیروز رو حتما شما هم دیدید، رامنی در سیاست خارجیش خصوص در مورد سیاست اسرائیل عقب نشینی کرد و موضع اوباما رو پذیرفته، به این معنا که جنگ با ایران، حمله نظامی به ایران لزومی نداره و این برای اسرائیل که تمام تلاشش این بود که سیاست دیپلماتیک یا بر اساس دیپلماسی اوباما رو چالش بکنه و بگه اون غلط هست و باید حمله نظامی انجام بگیره و از طریق نظامی توانایی جمهوری اسلامی رو کاهش بده، رامنی به این نتیجه رسید که این سیاست در آمریکا در کمپینش کار نمیکنه. بعد یه روز مجبور شد عقب نشینی بکنه و بگه لزوما جنگ با ایران هم درست نیست و صحه گذاشت و
سیاستی که در 4 سال گذشته اوباما پیگیری کرده و از این به بعد هم نشانه ها بر این است که این سیاست رو تعقیب خواهد کرد. بنابراین آن نمایش نتانیاهو در سازمان ملل گیرایی نداشت. حتی بعضی از تحلیلگران سیاسی اون رو به سبب مسخره کشیدن که این نمایش فقط برای عوام فریبی است و نشان دادن یک سری از تصاویری که صرفاً صحنه ها رو مردم عادی رو در خیابان تحت تاثیر قرار بده، ولی کسانی که آگاهی دارن نسبت به توان آمریکا، توان غرب، توان جمهوری اسلامی، توان اسرائیل میدونن که چنین واقعیتی رخ نخواهد داد. اجازه علمداری، با توجه به این چیزی که شما در مورد آقای نتانیاهو دیدیم که خواستش هست که به سوی جنگ بریم، ایران هم در هفته گذشته و حداقل 14 روز گذشته فرماندهان سپاه و فرماندهان نظامی کوشش کردند که اون بخش تبل جنگ رو به صدا در بیارن، چه پیش از آمدن آقای احمدی نژاد، چه در دورانی که احمدی نژاد در نیویورک بود، و این رو آتشش رو گرمتر ببره. تا چه اندازه میشه نگران این قضیه بود که جمهوری اسلامی یک سنگ رو به یک شیشه بزنه و دیگه بس از اون نشه کاری کرد؟ بله، اون که یک حادثه رخ بده، به قول شما سنگ به شیشه بخوره، برای هیچ کس قابل پیش بینی نیست و پیامدان هم به نظر میاد که یک نمیشه از قبل پیش بینی کرد. ممکنه اتفاق بیفته. در تاریخ این اتفاقات افتاده که یک حادثه بسیار بسیار کوچکی یک ماجرای بسیار بزرگی آفریده و تلفات بسیار بزرگی. ممکنه چنین چیزی هم در خلیج فارس اتفاق بیفته، یا جمهوری اسلامی این کارو بکنه یا اسرائیل این کارو بکنه. ولی در مورد این سه تا قدرت، اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی، بخشی از سیاست‌ها و حرف‌هایی که زده میشه برای مصرف داخلی است، برای اینکه مشکلات درونیشون حل بکنن. هم در اسرائیل نتانیاهو احتیاج داره برای بسیج افراطیون از موضع بسیار رادیکال حرکت بکنه علیه تروریسم، علیه جمهوری اسلامی و دفاع از به اصطلاح خط و مرز و تمامیت و امنیت کشور اسرائیل. در آمریکا رقابت انتخاباتی سبب شد که رامنی تلاش بکنه با همین سیاست اوباما رو مجبور بکنه که در واقع بپذیره سیاست تابکنونیش نادرست بوده، ولی موفق نشد و نهایتا به این نتیجه رسید که باید همون سیاستی رو در کمپینش به خرج بده، به کار ببره که اوباما به تا به حال تبلیغ کرده، پیگیری کرده، چرا که اون سیاست موفق بوده. در مورد جمهوری اسلامی که اصل ماجراست، برمیگرد به پرسش که شما کردید، در درون جمهوری اسلامی هم دعوای بسیار عمیقی بین گروه های مختلف، جناح های مختلف وجود داره. بخشش علنیش و علنی هست، بخشش علنی نیست، یا باید از لابلای خبرهایی که چاپ میشه و پخش میشه آنها را پیدا کرد. آنچه که مشخص هست، در من در یه مقاله حدود یک ماه قبل در بی بی سی نوشتم که احتمال اینکه تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که عقب نشینی بکنه و با غرب حداقل کنار بیاد، چون جنبندی من این هست و بود که جمهوری اسلامی در دوچار یک بحران بسیار عمیقی هست، بدون تغییر و دگرگونی اساسی در سیاست داخلی خارجیش قادر نخواهد بود که همین وضعیت ادامه بده. بنابراین باید یه تغییر ایجاد بده. بین تغییر خارجی و تغییر داخلی، جمهوری اسلامی ترجیح میده که این اصلاحات در ایران انجام نگیره، سرکوب ادامه بده، ولی با خارجی کنار بیاد. این کنار آمدن با خارجی هم نه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حالا صلح طلب شده، بلکه تحریم اقتصادی ضربه بسیار سنگین به اقتصادی که به نفت متکی هست، به درآمد نفت متکی هست، وارد کرده و جمهوری اسلامی رو فلج کرده. در حال حاضر به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیون بشکه نفت در روز قادر نیست صادر بکنه و این کفاف نمیده برای اینکه هزینه های جاری جمهوری اسلامی رو بپوشونه. خب میدونید که این بحران در سطوح مختلف اقتصاد، بیکاری، تورم، مسئله ارزی همینجور داره گسترش پیدا میکنه و در این حال هم یه توافق زمینی بین خامنه‌ای و رفسنجانی انجام گرفته بود که رفسنجانی مجدداً وارد عرصه میدان بشه و با توانایی‌های سیاسی و تیزبینی‌هایی که او داره بتونه مشکلات رو برطرف کنه. آیا تو در مورد مسائل این ایران و این مسائل حتما در بخش بعدی با فراغ بال بیشتری صحبت می‌کنیم؟ من فکر می‌کنم که در مورد صحبت که آقای احمدی نژاد کرد اساساً نیازی نیست به صحبت، حتی
تلویزیون جمهوری اسلامی، دو تا کانال اصلیش، کانال دومش از 32 دقیقه سخنرانی آقای احمدی نژاد رو به 9 دقیقه خلاصه کرده بودن و به هم چسبونده بودن تا بتونن اون چیزایی که در مورد مسائل جهان میگه رو برای مردم پخش کنن، چون بخش زیادیش انشا در مورد ظهور امام زمان و حضرت مسیح و نمایندگی خود ایشون به نوعی در اون مدیریتی که قرار است بشه، و چیزای خوانش‌های جدیدی هم از حضور امام زمان دادن، مثل اینکه دیگه جنگ نخواهد بود، برای صلح خواهد بود و خونریزی نخواهد بود. بگذاریم، برای اینکه این بخش رو بریم به پیام‌ها، من از دوستان خواهش می‌کنم همون 1 دقیقه آقای احمدی نژاد رو پخش بکنن که حتی بدون اینکه نام اسرائیل رو بیاره به یه گونه‌ای میخواد صهیونیسم رو مطرح کنه ولی اسمشو نیاره. اینا مثل گفتگوش مثل آقای موسوی میگه بگم نگم بگم نگم. اینو نگاه میکنیم و پس از اون بعد از پیام‌ها باز میگردیم. عاشق مردم و عدالت مطلق و انسان کامل حضرت مهدی علیه السلام و همراه حضرت مسیح علیه السلام سازمان می آید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها تأکید می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت‌ها جامعه بشری را در رسیدن به آرمان‌های باشکوه و جاودانه‌اش راهبری خواهد کرد. ظهور منجی، آغازی دیگر، تولد دوباره و زنده شدن مجدد است. آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است. عزیزان، ساعت‌های جدید برنامه‌های ما از کانال اندیشه به شرح زیر است. روزهای سه شنبه با برنامه کافینت جوانان از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران. روزهای چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران با برنامه ایمان و استدلال در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه کشیش افشین بر این نکته تاکید می‌کند که ایمانی که ارزیابی نشود ارزش باور کردن را ندارد. روزهای پنجشنبه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران با برنامه با هم از کشیش تد سوارد که به ما آموزش می‌دهد که چطور می‌تونیم با هم و در کنار هم خداوند را پرستش کنیم و در کلام او تفکر کنیم. روزهای جمعه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت آمریکا، 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شب به وقت ایران با برنامه انجیل چیست از کشیش عزیزمان سهراب رامتین که به تعریف و کاربرد اون در زندگیمان می‌پردازد. روزهای شنبه با برنامه تعالیمی برای نوایمانان و حق‌جویان با کشیش ایرج همتی از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 دقیقه تا 8:30 دقیقه به وقت ایران با شما خواهیم بود. هم میهنانم، با گذشت 3 دهه از عمر رژیم حاکم بر کشورمان، بر همگان روشن گردیده که عملکرد این حکومت استبدادی حاصلی جز دروغ، ظلم و بیدادگری، فقر و بیکاری، غارت سرمایه های ملی و در یک کلمه نابودی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان نداشته و میهنمان را در آستانه بحرانی ژرف و سرنوشت‌ساز قرار داده است. بحرانی که همه ما را موظف می‌دارد که بیش از پیش برای نجات مملکت و سعادت ملت به خداییم و راه را برای یک آشتی ملی و سهیم کردن مردم در سرنوشت خیش هموار سازیم و از طریق فراهم کردن شرایطی کاملا دموکراتیک برای برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه که مورد تایید و تصویب اکثریت قاطع ملت ایران باشد همت گماریم. هموطنانم،
همه تلاش من از ابتدای روی کار آمدن این نظام مستبد همفکری و همیاری با هممیهنانم بوده است. تحولات چند ساله اخیر در ایران جامعه امروزمان به خصوص جوانان را بیدار و هوشیار و واقع‌گرا کرده است که به جای تکیه بیش از حد به اهداف ایدولوژیک خود آزادی و سعادت ملت را مقدم شمارند و تنها به این سرزمین کهن و ساختن آینده‌ای که شایسته ملت بزرگ ایران است بیاندیشند. خوشبختانه مطالبات اقشار مختلف جامعه شرایط را به گونه‌ای تغییر داده است که به وجود آمدن این همفکری و هماهنگی را بیش از پیش ممکن کرده است. همیهنانم، در این لحظات سرنوشت ساز که سرزمینمان ایران با آن روبروست، وظیفه و رسالتی تاریخی بر دوش یکایک ما ایرانیان قرار گرفته است که با الهام از یک جنبش فرامسلکی و فراحزبی به عنوان یک خانواده بزرگ و کهن دین خود را به میهن ادا کنیم. زمان آن رسیده است که با همیاری و یکدلی و با تکیه به ارزش‌های والای انسانی بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر جهت استقرار حاکمیت ملی در ایران آنچه در توان داریم به کار گیریم. در این راستا بایسته است که همه نیروها و کنشگران سیاسی فعالانه با ارائه برنامه‌ها و پیشنهادات شفاف و عملی برای تشکیل یک بدیل دموکراتیک در مقابل حکومت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی به همدیگر یاری رسانند. رسالت امروز ما صرف نظر از سلیقه‌ها و عقاید و آرمان‌های سیاسی آغاز یک حرکت نهایی به سوی آزادی، صلح، امنیت و رفاه و سربلندی ایران زمین است. من نیز به سهم خود آماده‌ام برای پیشبرد این هدف ملی با همه نیروها همفکری و از آنها پشتیبانی نمایم. هممیهنان عزیزم، بیاییم به ایرانی آزاد و آباد بیاندیشیم. ایرانی که در سایه عدالت و قانون حقوق همه شهروندانش تضمین است. باشد که در این مقطع تاریخی وظیفه خود را نسبت به نسل جوان کنونی و آیندگان ایفا کرده باشیم. پاینده ایران. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و بخش پایانی برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. در بخش پیشین نگاه کوتاهی کردیم بر سخنرانی آقای اوباما، سخنرانی آقای نتانیاهو رو تصویرش نشون دادیم و سخنرانی آقای احمدی نژاد و مسئله ما، مسئله پر اهمیتی که بهش نگاه میکنیم، مسئله امروز ایران و آینده ایران است. و گفتگویی میکنم با آقای دکتر علمداری که در پخش پیشین آغاز کردیم و در این بخش پی خواهیم گرفت، ولی هنگامی که سخنان آقای احمدی نژاد پخش میشد پیش از پیام‌های بازرگانی نکته‌ای بود که آقای دکتر علاقمند بودن که بهش اشاره کنن. در بازگشتی که حالا بازگشتیم، آقای دکتر بفرمایید نظر شما. بله، من در مورد مجموعه صحبت‌های آقای احمدی نژاد باید بگم که حرف تازه‌ای درش وجود نداشت. تنها حرفی که میشه یه مقدار روش مکس کرد این بود که حاضر هستند برای حذف غنی‌سازی 20% اورانیوم که با غرب کنار بیان اون رو بپذیرند و به شرط اینکه غرب تحریم ها رو برداره.
و در این حال زمینه اینکه می توان با آمریکا مذاکره کرد رو هم فراهم بکنند. و این البته در ایران در میان مجلسیان واکنش نشون دادند و 26 نماینده مجلس اعتراض کردند. ولی اون چیزی که مهم است این است که باید مشخص کرد که چه گروه ها و چه مثلا جناهایی در درون حاکمیت با این سیاست که میخوان با آمریکا مذاکره بکنن همراهی همسو هستن. بله جناب آدم داریم وقتی که اون 36 نفر اعتراض کردن 26 نفر در واقع گفتن که این حرفا در حیطه ایست که رهبر میزنه و رهبر نظرش رو گفته. بله. ولی خط کشی دیگه ای نکردن. از چه جناحی میاد این داستان؟ همین اینکه مبهم هست واقعا. خود احمدی نژاد یعنی تیم احمدی نژاد، گروه احمدی نژاد یا جناح احمدی نژاد به این جنبندی رسیده، حالات این جدید نیست، مدت هاست به این جنبندی رسیدن که برای حل مشکلاتشون با جهان باید با غرب کنار بیان، به خصوص با آمریکا باید کنار بیان. و البته این بار خیلی علنی صحبت از اینکه بتونه مذاکره مستقیم انجام بگیره و اینکه عقب نشینی بکنن روی مسئله غنی سازی 20% که تا یک ماه گذشته تلاش میکردن که به عنوان دستاوردی به جهان عرضه بکنن و جهان رو تهدید بکنن که ما همینجور داریم باز هم پیشرفت میکنیم. این همین نشان دهنده این است که تحریم اقتصادی به شدت جمهوری اسلامی رو فلج کرد، که جمهوری اسلامی روی دو پایه وقای خودش رو تنظیم کرده. یکی سرکوب مداوم همه گروه های مخالف، چه اصلاح طلب، چه سلطنت طلب، چه جمهوری خواهان مستقل، دموکرات و سکولار، همه گروه ها هیچ کس رو تحمل نمی کنه. یکی این عامل هست. عامل دوم درآمد نفت است، درآمد نفت و گاز است که بالغ بر 110 تا 130 میلیارد دلار در سال میشه و جمهوری اسلامی به اتکا این درآمد هست که میتونه بخشی از جامعه رو راضی نگه داره، دستگاه تبلیغاتیش رو بگردونه، دستگاه نظامیش رو بگردونه و به در صد جهان یارگیری بکنه، در لبنان، در سوریه، در کشورهای فقیر آفریقا، در چند کشور آمریکای لاتین با همین امتیازات مالی که از درآمد نفت است بتونه یه یارگیری بکنه که بتونه پوزیشنش و موقعیتش رو در جهان یه مقدار تقویت بکنه، به چین رشوه های امتیازهای اقتصادی بده، به روسیه باز همینطور امتیازات اقتصادی بده. با نبود درآمد نفت و کاهش اون به سطح 1 میلیون بشکه در روز، جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست این کارا رو بکنه. فقط اگر بتواند، که مثلا اون هم نخواهد توانست، که هزینه های جاری دولت رو بپردازه. به نظر میاد اگه این روند ادامه پیدا بکنه به زودی با این مشکل روبرو خواهند شد که حقوق کارمندا رو هم نمیتونن بپردازند. بعد به نظر میاد در حال حاضر از ذخیره ارزی دارن استفاده میکنند. این ذخیره ارزی هم بسیار محدود است. آنکه بانک مرکزی نمیتواند یک سیاست مشخص ارزی اتخاذ بکنه و هر روز یک حرفی میزنه، وزیر دارایی، اقتصاد دارایی حرف دیگری میزنه، احمدنژاد بر تلویزیون یک حرف دیگری میزنه، همدیگر رو نقض میکنن و نمیتونن یک سیاست اقتصادی واحد و طولانی مدت اتخاذ بکنن. روزانه تصمیم میگیرن، یه چیزی به آزمایش میذارن، هفته بعد عوض میکنن. نشان دهنده این است که ارزشون به ته کشیده و بدون اینکه درآمد نفت برگرده به سطح قبلی خودش، یعنی 2.5 میلیون بشکه در روز، جمهوری اسلامی این توان ادامه حرکت رو نخواهد داشت. آقای دکتر، به مسئله خیلی مهمی اشاره فرمودید شما، مسئله ارز. خب پیش از این بحث این بود که ارز داره بالا میره، ولی چرا بالا میره خود به خود بحثای روش بود. ولی یک مسئله حاشیه‌ای هم در ایران پیدا شده و این است که دولت از منبع ارز موجود خودش داره با فروش قیمت بالاتر کارمند پول حقوق کارمندای دولت و هزینه‌های دولت رو با ریال می‌پردازه، به این ترتیب علاقمند است که قیمت دلار بره بالا. ولی هفته گذشته یک ماجرای عجیبی رخ داد و این بود که اونهایی که حساب ارزی داشتن، تصورش این بود که ما حساب ارزی داریم، در هیچ جای دنیا بیشتر از 1% حتی به ارز سود داده نمیشه، با حساب ارزی در ایران 8% سود داشت میداد. بله. حساب ریالی تا 15% تا 17% میرفت. از روز چهارشنبه اعلام کردن که حسابای ارزی بسته شده و کسایی که میخوان بگیرن بهشون دلار تحویل نمیدن، معادل 1260 تومان رو به ریال بهشون پس میدن. بله. یعنی کمتر از نصف اون پول رو بهشون پس میدن. این مشکل رو چگونه جمهوری اسلامی پیش به وجود آورده؟ ببینید، بانک اگر نتونه اعتماد مردم جلب بکنه، به یک طبقه نهادی بدل خواهد شد که خود به خود
بیش از هر نهاد دیگری به فروپاشی اقتصاد ضربه خواهد زد. در اقتصاد مدرن، در جوامع مدرن، بانک ستون فقرات اقتصاد است. دولت جمهوری اسلامی به دلیل دروغ‌های پی در پی که در سطوح بالا گفت به مردم گفتند، اعتماد مردم را از بین بردن، نسبت به خودشون از بین بردن. هر حرفی می‌زنن، همین نمونه‌ای که شما گفتید، به مردم گفته بودند که اگر می‌خوان ارز بخرید، ارزتون رو یا دارید، ارزتون رو بیارید در حساب‌های ذخیره ارزی بگذارید، سود بگیرید. به این خبری که هفته قبل منتشر شد نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی چنین توانی اصلا نداره. اینجا فقط برای اینکه ارزها رو جلب بکنه این صحبتو کرده بود، این سیاستو اعلام کرده بود و مردم چون اعتماد نداشتن و ندارن این کارو نخواهند کرد. ترجیح میدن که ریال رو تبدیل به طلا بکنن یا به ارز خارجی، حتی ممکنه ارز افغانستان باشه که متورتر از ارز ایران هست، تبدیل بکنن و در خونه نگهداری بکنن و به بانک‌ها نسپارن، چون که بانک‌ها زیر کنترل دولت به خصوص سپاه هست. فردا ممکن است برن تمام موجودی بانک رو سپاه مصادره بکنه. اصلا هیچ نظم قانونی، دستگاه قضایی وجود نداره کسی بتونه بهش اعتماد بکنه. در درجه اول این بی‌اعتمادی مطلق که ناشی از دروغگویی مطلقه رهبران جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در تمام زمین‌ها، فقط مسئله اقتصادی نیست، در حوزه سیاست، در حوزه بین‌المللی، در حوزه عرض بزنیم که دین، دروغ دارن میگن و مردم اعتماد نمی کنن به این دستگاه، به این سیستم اعتماد نمی کنن. و چون اعتماد نمی کنند، بنابراین اقتصاد هم بر مبنای اعتماد هست. شما اینجا می دونید بدون این که بانک شما رو ببینه به شما وام میده. بعد برای خونه خریدن شما 5% میذارید، نه خریدار بانک رو میبینه نه بانکدار خریدار رو میبینه، روی همین تلفن و فکس و ایمیل یک وام مثلا 500,000 دلاری به کی میدن. اعتماد هست و این اعتماد طریق نهادهای اعتمادی که اینجا به وجود اومده تضمین میشه. در ایران چنین چیزی وجود نداره. مضافاً بر این که جمهوری اسلامی تولید نداره، یه بخش زیادی از اقتصاد تولید هست. اگه شما تولید ندارید نمیتونید جامعه رو به اندازه کافی تغذیه بکنید، نمیتونید جامعه رو و نیازمندهای جامعه رو برآورده بکنید، بنابراین باید از خارج وارد بکنید. نه تنها اون، چیزی هم ندارید صادر بکنید جز نفت. بنابراین وقتی چیزی ندارید صادر تولید بکنید که صادر بکنید، درآمدتون میاد پایین. به اندازه کافی هم تولید ندارید که بخواید از خارج وارد بکنید، باید هزینه وارد را بپردازید. باز ارز ندارید، باید متوسل به شیوه های دیگری بشید. و سوم اینکه وقتی تولید ندارید بیکاری میره بالا و همین تورم میره. وقتی پول مثلا بی پشتوانه تو جامعه پخش میشه، همین ارز که از ذخیره ارزی هم دارن پخش میکنن، یا اون یارانهای هدفمند کردن یارانها پول هم نقد در جامعه پخش کردن بدون که در زمینه های تولیدی به کار، سرمایه گذاری و تولیدی به کار بگیرن، بیکاری ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه و این همش زنجیره های به هم پیوسته یک اقتصاد بیمار است که نمیتونه دوام پیدا بکنه. آیه علمداری، پیش از اینکه پرسش رو مطرح بکنم بذارید به همین نکته که شما فرمودین یه اشاره کنم. آقای احمدی نژاد در سخنرانیشون آمریکا رو متهم به چاپ کردن اسکناس و تقلب در زمینه اعتباریش در دنیا کرد و بدون اینکه البته اسم ببره. مسئله آقای رفسنجانی، بازگشت ایشون و به یک نوعی مسائلی رو مطرح کرد. ایشون آمد گفتش که شرایط رو میشه سامان داد اگر درست مدیریت بکنیم. شرایط ایران دشوارتر از دوران جنگ نیست. در ایشون خب به کارنامه جنگ خودش میخواست پیوند بده که ایشون توانسته. از اون سو میبینیم که فرزندانش وقتی میان دستگیر میشن. چه چیزی در پس زمینه این کار هاست؟ آیا میخوان که رفسنجانی رو وارد گود بکنن یا نمیخوان وارد گود بکنن؟ بله، در شرایط بحرانی قدرت در دست کسانی است که اسلحه دستشون هست و الان مشخص است که سپاه پاسداران اسلحه دستش هست. بازور کسانی که با سیاست اونها، با هر پای اونها مخالفت بکنن، حالا چه مردم باشن چه کسانی در درون خود حکومت باشند، ساکتشون میکنن. واقع این است که خامنه ای تا اندازی خود احمدی نژاد به این نتیجه رسیدن که نقش رفسنجانی برای حل یا کاهش بحران کنونی بسیار مهم هست. اعتباری در درون داره و اعتباری در بیرون داره و زیرکی خاصی در زمینه اقتصادی و سیاسی داره و توانایی های اون باعث شاید بتواند جمهوری اسلامی را از مرحله بسیار عمیق بحرانی گذر بده، ولی حل نخواهد، حداقل گذر بده تا دوره بعد.
در این میان رفسنجانی طرحی داره، خب تحت عنوان انتخابات آزاد راه حل هست، به این معناست که نیروی نظامی باید بره کنار، این انتصابات باید بره کنار، این دستگاه تصفیه شورای نگهبان باید بره کنار و اصلاح طلبان، حداقل اصلاح طلبها در حکومت بازی داده بشن. خب این با قدرت انحصاری سپاه در تضاد هست. تضاد سپاه این مسئله را کاملا به عینه میبینه که از رفسنجانی باز وارد عرصه میدان داره میشه و اگر رفسنجانی وارد بشه و به یک نوعی هم رهبر رو قانع بکنه و قانع کرده به نظر میاد که با او همراهی بکنه، سپاه باید در حاشیه قرار بگیره. خب سپاه در سالهای گذشته در زمینهای اقتصادی سیاسی امتیازات بسیار کلانی به دست آورده و نمیخواد اونو به سادگی از دست بده. بخش اعظم اقتصادی ایران در دست سپاه هست و کنترل همه چیز در دست سپاه هست. من نمیخواد اون از دست به سادگی از دست بده. متاسفانه در رأس سپاه خب نظامی ها معمولا هر جا قدرت اصلی رو دست گرفتن اقتصاد نابود کردن. نظامی ها هر جا قدرت رو به دست گرفتند تلاش کردن که از طریق زور، از طریق اسلحه، از طریق حتی کشورگشایی مثلا قدرت خودشون رو گسترش بدن. در ایران نظامی ها نه توانایی و سواد و دانش اقتصادی دارن نه سیاسی دارن. خب یه سری توانایی نظامی دارن شکی نیست، ولی در هر جامعه‌ای که بخواد روند عادی و غیر بحرانی رو طی بکنه، زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی قضایی به کسانی غیر نظامی واگذار میشه. سپاه چنین تحملی نداره. سپاه میخواد همه چیز در کنترل خودش باشه. حتی اگر شما رو به عنوان یه روزنامه‌نگار دستگیرتون میکنند، جرم شما رو تعیین میکنه، به یه قاضی تحویل میده که حکم رو برای شما بخونه. در مورد برگردیم به ماجرای رفسنجانی و دستگیری فرزندان ایشون، سپاه در این زمینه خواسته قدرت نمایی بکنه و به رفسنجانی نشانه هایی رو علنی بکنه که فکر نکن میتونی برگردی بیایی. قدرت هنوز در دست ماست و نشانهش هم اینجاست که وقت بخوام بچه هاتو اذیت میکنه، اگر حتی فراتر از این باشه خودت هم میتونی کاری بکنی. بعضی پیش بینی میکنن حتی ممکن در حد ترور رفسنجانی پیش برن، بعضی پیش بینی میکنن که در حد یک کودتای همه جانبه از طریق سپاسران سپاه برای تصفیه درون حاکمیت و کنترل مطلق حکومت و سرکوب بیشتر از حدی که امروز وجود داره که هیچ کس نتونه نفس بکشه پیش برن که بتونن مسئله رو حل بکنن. ولی به دلیل اینکه جامعه ایران جامعه پیشرفته است، جامعه کشور ایران در یک منطقه بسیار حساسی قرار گرفته، علاوه بر مسئله ایران ارتباط داره به با بحران سوریه، ارتباط داره با کشمکش ها و تنش هایی که بین سنی ها و شیعه ها به وجود آمده، ارتباط داره به دعوا و جنگ دعوایی که در خلیج فارس با اعراب وجود داره و در عربستان سعودی وجود داره. مشکلات چندین وجهی است و توان سپاه آن نیست که بتونه این مشکلات چندین وجهی رو با یک کودتای نظامی با سرکوب عناصر حلش بکنه. به همین دلیل شما میبینید احمدی‌نژاد وقتی به نیویورک میرسه جوانفر در ایران رو دستگیر میکنن که بهش یک در واقع ندا بدن که پا تو از حد خودت، از گلیم خودت فراتر نگذار، باز کنترل دست ماست. اگرچه اینا همشون باز در یه تیمی هستند، مشترکاً دارن کار میکنن، ولی به همدیگه دارن خط نشون هم در نشان میدن. این در هم ریختگی و بحران در اون حاکمیت طولانی مدت نمیتونه دوام بیاره. بنابراین بذار حرف نهایی من این است که جمهوری اسلامی نیاز به یک دگرگونی اساسی در درون و بیرون داره و این دگرگونی اساسی در درون با آزادی مردم فراهم میشه، در بیرون بر بیرون با برقرار کردن رابطه عادی با کشورهایی که امروز خصمانه باش روبرو شدند. با برزیل چگونه رفتار، با آمریکا برزیل چگونه رفتاری دارن، چگونه رابطه ای دارن، با ترکیه، با کره جنوبی، با کشورهای عادی، همون رابطه رو امروز جمهوری اسلامی باید با کشورهای دیگه و در منطقه به وجود بیاره که مشکلات رو بیرون حل بکنه، از دیکتاتوری در حال سقوط اسد دیگه دست بکشه. 30,000 نفر اسد تا الان به کشتار رسونده، جنگ داخلی رو انداخته، اینا رو دست برداره. بدون اینجا با این مشکلات با این راه حل ها حل نمیشه. در سطح درون ولی مشکل داره جمهوری اسلامی، بدون اصلاحات اساسی در درون نمیتونه دوام بیاره. جمهوری اسلامی توان اصلاحات نداره. به محض اینکه اصلاحات شد بشه، فضای باز بشه، اینا نگران هستن که مردم دوباره جنبش اعتراضی خودشون دامن بزنن، خواستهاشون طلب بکنن و راهی نداره جز اینکه بپذیره بخشی از کسانی که صد این
اصلاحات هستن رو به طور مطلق کنار بزنن. با اینکه به پایان برنامه‌مون رسیدیم، وقتمون تموم شد، ولی یک پرسش یک دقیقه‌ای دست کم میتونم داشته باشم. روز گذشته وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد، گرچه در بیانیه‌ای که وزارت خارجه داد برشمرده که در 10 سال گذشته به سبب اینکه سازمان مجاهدین در کارهای تروریستی شرکت نکرده، یک، دو، اینکه در جابجایی از پایگاه اشرف پایگاه لیبرتی همکاری کردن، اونها رو از لیست خارج میکنه. تا چه اندازه این خروج از لیست یه چیز طبیعی و عادی است، یا تا چه اندازه میتواند تاثیرگذار در شرایط بحرانی امروز باشه؟ اینکه از لیست خارج بکنن امر طبیعی است. 10 سال اینا در لیست تروریستی بودن و در 10 سال گذشته عملیات تروریستی انجام ندادن، طبیعتاً کمپین کردن مجاهدین. فشارهای درون دولت آمریکا هم مطرح است که قانع بکنن که این سیاست رو کنار بزنن و مجاهدین رو برگردونن به یک سازمان سیاسی. خب این یک طرف ماجرا است. ما طرف دیگر این است که با برداشته شدن انگ تروریستی از مجاهدین، مجاهدین در صحنه سیاسی خارجی فعالتر خواهند شد و این نشان دهنده این است که بحران درون ایران باز میتونه عمیق‌تر بشه. نه تنها سازمان مجاهدین خلق، طرفداران نظام پادشاهی هم همینطور احساس میکنن که جامعه ایران، رژیم ایران در بنبست بسیار بزرگی گیر کرده و میتونن عرصه فعالیت‌های خودشون رو گسترش بدن و این سبب خواهد شد غرب با این نیروها به نوعی کنار بیاد، همکاری بکنه، حمایتشون بده و جمهوری اسلامی اگر همونطور که اشاره کردم دست به این تغییر اساسی در سطح خارج و داخل نزنه، با نیروهای بیشتر نیروهای مخالف فعال مخالف در خارج و احتمالاً در داخل مواجه خواهد شد که ممکنه به درون پاشی جمهوری اسلامی منجر بشه. اینکه جمهوری اسلامی چگونه پایان بپذیره از طریق یک اصلاحات رفته رفته به یک نظام عادی برگرده و دیگه اصلا از رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و نهادهای انقلاب نشه، بعد از 33 سال به جامعه عادی شناخته بشه، یا اینکه فرو بپاشه، پیامدش بسیار متفاوت است. سپاسگزارم آقای دکتر. زمانمون به پایان میرسه، باز میتونیم بیشتر گفتگو بکنیم، به مسائل بیشتر بازی هست در شرایط، ولی این رو میذاریم برای باز یک آینده‌ای که شما این فرصت رو بدین که در خدمتتون باشیم و در مورد مسائل ایران، به ویژه مسئله روندی که تحریم‌ها از یک سو و مسائل دیگه از سیاست خارجی جهان نسبت به ایران و ایران نسبت به جهان بازی میکنه. یک چیزی رو من یادداشت کردم، ناگزیرم بگم، میدونم زمان نداریم. در تظاهراتی که در نیویورک بود، ایرانی‌ها یک چند تا پلاکارد آورده بودن که برای من عجیب بود، چون نباید بگم جالب بود، جالب رو برای چیز خیلی خوب استفاده میکنه. نوشتن احمدی نژاد در ایران شکنجه میکند، بعد عکس آقای اوباما رو گذاشتن، اوباما مردم رو با تحریم نابود میکند، بعد آقای نتانیاهو رو گذاشتن نوشتن که نتانیاهو با جنگ ایران رو تهدید میکنن. آیا واقعا کوششگران سیاسی ما هنوز از اون دوران تفکرهای سنتی گذشته عبور نکردن؟ یعنی اگر قرار است ما من نمیخوام بگم آقای اوباما خیلی خوب هستن ها، ولی در کنار بین احمدی نژاد و نتانیاهو ایشون رو گذاشتن یک اندازه نشون میده یا آگاهی سیاسی نیست یا شعار سیاسی میخوایم بدیم. من میگم که هم سردرگمی هست در این افرادی که این شعار رو انتخاب میکنن، این تصویر رو به عرصه عمومی میگذارن، و هم که ممکنه کسانی پشت پرده این کار رو بکنند. یعنی این تصویری که 3 تا رهبر رو در کنار هم بگذارن به نفع رامنی است، به نفع اسرائیل هست، به نفع احمدی نژاد، به نفع احمدی نژاد، به نفع سیاستی که همین آدم ها پناهنده شدن در آمریکا یا در فضای آزاد در آمریکا دارن زندگی میکنن و میتونن این نوع فعالیت ها رو عرضه بکنن در عرض خیابونی نیست. اینها باید بپذیرن که در جامعه‌ای دارن زندگی میکنن که اینقدر بهشون آزادی داده که بتونن این کارها رو بکنن. بنابراین چگونه میتونه در جامعه‌ای مثل ایران که یک وبلاگ نویس رو به 10 سال زندان، 5 سال زندان محکوم میکنن یا شکنجه میکنن، رو بغل کسی بذارن که این آزادی ها دارش فراهم کرده؟ این نشان دهنده سردرگمی هاییست که به طور بکنم که سنتی در اذهان بعضی از این اکتیویست ها فعالیت فعالان سیاسی باقی مونده. متاسفانه باید با این مشکلات کم کم کنار آمد. به هر حال تصویر
نادرستی بود برای کسی که میخواد پیام بده که احمدی نژاد شکنجه میکنه، برای کسی که میخواد پیام بده که نتانیاهو میخواد به ایران حمله بکند، نشان دادن این که آقای اوباما مردم رو در چه فشاری گذاشته و چه میکند چه میکنه، و در این برابرسازی نه تنها عبور از ماجراهای اندیشه چپ سنتی نبوده، یه مقدار همونطور که شما فرمودین سردرگمی است. اجازه بدین سردرگمی رو در موردش امیدواریم در آینده صحبت کنیم. خب سپاسگزار هستم از شما. همراه با شما از بینندگان گرامیمون خداحافظی میکنم. بینندگان گرامی بدرود تا درودی دیگر. امیدوارم که پوزش من رو در نوع برنامه امروز که بخش اول و بخش دوم رو جابجا کردم و بخش اول رو به مسائل کتاب و مسائل روزنامه‌نگاری پرداختیم و بخش دوم رو به مسائل سیاسی، خب میپذیرید، میشه این جابجایی‌ها رو کرد. روزگارتون خوش، به امید روزهای آینده.